دو سایزم سلام عرض میکنم. عشق جون سال 2019 میلادی است. شفیع ایار در خدمت شما هستم، باز هم در یک برنامه زنده. امیدوار هستم که یک روز مثمر داشته باشیم. ما از هم دیگر خود بیاموزیم. وضع مملکت ما بسیار ناگوار است و مثل که ما همیشه میگم، اگر ما یک روز بتانیم برای مملکت خود یک خدمت کرده باشیم که باعث نجات شود، از طریق مفاهمه است، از طریق افهام و تفهیم است، از طریق استدلال است. شما ما برنامه های زنده ما صرف برمی است که ما بتانم در خدمت شما باشم، در خدمت نظرات و انتقاداتتان، یا بهتر بگویم میزبان چی باشم، عقاید و نظریات شما باشم. ما یقین دارم که اوضاع افغانستان شما هر کدامتان تعقیب میکنین و اوضاع افغانستان روز تا روز بدتر میشه. حکومت متقلب غنی آل حکومت به قانون متقلب شده یا غیر قانونی متقلب شده که با یک لوی جرگه ساختگی مشورتی حکومت خود تمدید کرده، مخالفین یا کاندیدهای ریاست جمهوری کلگیشان خاموشانه نگاه میکنن. در رأس از اینا آقای اتمر که گویا کلگی را در کجرا کشانده است که ما باید که یک کار غیر قانونی نکنیم، از مجراهای قانونی. ما یک حکومت بی قانونه که با تقلب به وجود آمده با بی قانونی پیش میره، از مجراهای قانونی نمیتونیم منصرف بسازیم از این که از این تمدید غیر قانونی حکومتش دست بکشه. باید که مردم افغانستان به هر طریقی که هست ایسته بگیرن، یک جای شمن و یک حکومت کثیف و آلوده را باید از حکومت اعظمی قدرت یا از منصه قدرت پایین بندازن. اما همت معلوم میشه که احتمال داره که در این توطعه آقای اتمر هم ایسته داشته باشه، به خاطر از اینکه آقای اتمر حالا در رأس قرار گرفته، دیگر ها و قدر صدای خود نمیکشند و پشت اتمر خود گرفتن و اتمر حالا سخنگوی کلگیشان شده. آقای اتمر میگه که باید از مجراهای قانونی، با این حکومت مجرای قانونی وجود نداره. بنان کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان یا ایست که برن قرار در خانه های خود بشینن و مردم آزار نتن، یا ایست که باید در صدد ایجاد یک قیام در مملکت باشن که این حکومت کثیفه باید سرنگون بسازن. اما اتا اگر امی کارم شود، امی کسایی که در رأس هم امروز قرار داره تقریبا اکثریت از یا ممکن نیست که یک کار بکنن که برای نجات وطن باشه، چون اکثر از اینا خودشان هم چی ندارن و درستی نمیفهمن که برای وطن چی بکنن. برای دو سایزم برنامه ما باز است برای شما. شما میتونین که تلفن کنین و برنامه ها را شریک کنین. ما فکر میکنم که شاید امیال ما و شما یکانه گروپی هستیم که ما میتونیم آهسته آهسته مردم را در روشنایی یک معلومات قرار بدیم، آهسته آهسته شکست و ریخت ها را جمع بکنیم و یک مسیر تعیین بکنیم برای همگی ما که دو حرکت بکنیم. برنامه تلفن باز است. بسیار ببخشید، ما می چیره و برنامه ما شریک بکنم در فیسبوک دیگه ما. شما البته از طریق فیسبوک هم میتونیم که تلفن بکنیم. یکان دفعه شکایت میکنین که تلفن میکنین تلفن میکنین تیر نمیشه، این حال لاین باز است. شما میتونین که زنگ بزنین که
که از شما بشنیم چی در امور افغانستان شما بعضن داره من نشته میکنین که آقای یار در این مورد گفت بزن در این مورد لطفا شما همچنان عصه بگیرین و امو نظرات تانه امی برنامه زنده ما برامی است که شما عصه بگیرین ما میزبان نظرات شما باشیم بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستیم سلام خدمت برادر بزرگوارم شفیع و خدا کنستید و با فامیل محترم به خیر گذشته باشید تشکر خوب بود اگر شما خوب بوده باشه دوست عزیزم الحمدلله با اینکه برادر بزرگوارم مردم را نظرشنایی قرار بدهیم مرده چه در برادر اشاره میکنم بله. این هم یک زوج افغان خانم آقلا قاسمی و آقای نجفی که صدها هزار پوند را به نام فقرا در افغانستان جمع‌آوری و می‌دزدند اگر شما با خبر داشته باشید پلیس بریتانیا آنها را متهم به سرقت بیش از 350 هزار پوند امداد کرده است این زوج پول را در گرده همایی های افغانها و دیگر نشست ها به نام فقرا در افغانستان جمع‌آوری کردند بعدا می‌گفتند که در سفری به افغانستان دزد بکسی هاوی پولی آنها را ربوده است فکر کنید دزدی آن هم از حق فقرا به نام کودک زن و مرد پاپرهنه پولی آنها را ربوده است مثل سجیه ملک مسکنیان این دزدها باید تعقیب شود که پولیس رهایشان نکند اگرچه اینها تنها نیستند دزدان بیوجدان دیگری هم است مانند دزدان دولتی مجاهدین رای حق کسی نیست که بررسی کند اما این را فراموش کرده سجک هزار عضو پشتون دکتر سکرتی پرلان در مجلس فریاد میزد امنیت باید محلی شود تابوت های بسیاری از جوانان و فرمانده ها مانند فولاد اندرابی را دیده در ماه مبارک رمضان چندین فرمانده شمال به شهادت میرسد ما مرد را قبول داریم خیانت با وطن را هرگز دوست عزیزم دوست عزیزم باشین آقل گفتین چی از نامشان آقل قاسمی و کی؟ خانم آقل قاسمی بله و آقای نجفی نام آقای نجفی چیست؟ مثلا من در اخبار دیدم آقای نجفی اسمش هست خب ایره با چی اساس شما میگین که اینا این پیسه ها را دوزی کده یا چیزه؟ در کجا خبرها بود؟ بعد خبرها در ایچی در فیسبوک خانم روزبه خب اینطور است که لینا روزبه و اینا من هم افهم خودشان هم در چیزای جمعیت دروغویا شامل هستن من هم افهم که اونا چرا باید معتاد باشیم که اینا یکی آدم وطنهای ما را بدنام نکنند ما چون که هیچ در مورد از این خانم و آقا نشنیدیم بنان ما برای خود اجازه نمیتیم که آل ما شما تصمیم بگیریم که دو نفر پیسه را دوزی میکرد شاید کده باشه اینه می سجه چنانچه خود تام یاد کردی برای 5 سال به نام یتیم و بیوه جمع میکرد دوپلیکیت کده بود امو بنیاد نبیزاده را در امی لس آنجلس پیسه کلش برای ازی میره دوزی میکرد بازو هفته آمده بود اسی با بایفرند آریانا را آورده بود که رمشه را ثبوت کنه که رمشه غلطه اما خودش و میگفت که ما بر از ایرانی زنگ زدم که توی ایره چرا تکد ایره اما خودش برای کس اجازه نمیده که به استیت کالیفرنیا زنگ ده و پرسان کنه که پیسای را که جمع کده شده و ما در قسمت مثلا سجیه معلومات دارم میتونم ثبوت کنم اما در قسمت از این نفران و ایک دفعه اول است که میشنم بنان از اما قضیاتر نمیخوایم که شما هم گفت بزنین تا که امی مسئله معلوم شد که آیا امینا در امی عصه داشتن یا نداشتن حالا از پیش دو نفرم و شما در ایجا مشهور بسازیم به دوز و اگر امون نباشه کار خوب نیست و امیدوار هستم که ولی این واقع در راست میگن من چرا با شما گفتم که من با این که با مظلوم روشنایی قرار بده من یه حرف من میرم سایلم کدم من میاله که شما گپ میزدین من سعی کردم که اگر در میدیا برامده باشم من چیزی ندیدم از این خاطر بسیار تشکر میکنم از تلفن من بازم مذبر میخواین دکتر محترم ما خود بازم برادر بزرگوار شما میگه من قبول میکنم
بله 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 چون نمیشه که ما شما یک نفر پرتیم و انوز سورسا درست معلوم نباشه بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستیم جناب هرسر سلام خدمت تقدیم میکنم آقای روزبه سلام قدستو آقای روزبه بسیار خوشحال هستم بفرمایید مهربان هستیم سر من قبل از همه از شما تشکر میکنم که انگیزه خواندن قرآن را به من و تنها به نفر دیگه یاد دادید بله بله و افکاری که قبلا داشتیم که از قبیل عذاب خبر و دیگر یک تعداد کفای دیگه بودن اونا همشه از هر ما بیرون کردیم شما بله و با واقعا از خداشناسی واقعی را ما شما یاد کردیم لطف میکنیم لطف میکنیم بله ولی ما خواندن قرآن شدید و با ترجمه صدها سوال تصدید ما خطور میکنن که متاسفانه جواب خودم از این شخص دریافت نکردم بله و سوال تاوزید دیگه است که در شما شدید ما یک کنیم از سرافتو درات استثار سرای تکسل سرکیل و چیزی که من بیبود نه باشه باشه آجی سر آجی سر گفتین چیزی که مایت ندیدیم او از شکست نفهمیدم چی گفتین؟ ما او را خدمت از کنم مثلا سرافتو درات استثار سرای خفیفه و سرکیل که برای بیبود زندگی یعنی در مجموع راجع به کار در قرآن بسیار کم گفته شده و باز هم آمتنهای ما چیستن بازیچه دست به معلوماتی خود هستن اصلا مثلا حضرت عیسی نجار بوده حضرت موسی شبان بوده پیغمبر ما در مورد کارش هیچ چیز در قرآن گفته نشده در قصه ها هم که گفته شده تنها یک دفعه سفر کرده تا شام دیگه هیچ چیز راجع به کار پیغمبر نبوده یک قسمت زندگیش دارایی خدیجه بوده که مصرف کرده بعد از او پیسه جهاد بوده و ولی کار که کرده باشه که ایجاد کرده باشه اصلا نامده و می خاطر است که در قرآن راجع به کار هم نامده زراعت مالداری راجع به چیز نامده و اگر شما درسته بفرمایید ادامه بتید کاملا بجاست با این که خود ما یک آدم مذهبی هستم سوال من دیگه است که قرآن شریف از این شان نزول این همی ها در پیشرفت معیشه و بهبود انسان های امروزی ما چی به درد ما میخورن؟ هیچ هیچ چیزه به درد نمیخورن باعث درد به درد ما خود نمیخورن باعث درد میشه حالا ما اون روز آمدم شان نزوله تومد بر آیشه را تشریح کردم اگر امون شن نزول نمی بودم اون آیت هم آسانتر می تانستیم قبول کنیم که به زن و مرد پاکدامن تومت زنا نزنیم اما وقتی که اونو شن نزول آمد اونو شن نزول یک قصه های را به وجود آورد که خود پیغمبر زیر سوال می بره وی خانم دیجیش یا او آقا می گفت که دست بر غیب داره در قرآن آیت است که پیغمبر بگو به مردم که من غیب نمیدانم اگر میدانستم صاحب منفعت برای خود می بودم راستی هم اگر پیغمبر غیب میدانست میفهمید که چطور برای خود منفعت اما تو یک آیت نمی سراحت اما او آقا آمده بود می گفت پیغمبر دست بر غیب دارد این حال چرا او فکر میکنه دست بر غیب دارد قصه های ساختگی، شن نزولا، احادیث، این چیزا و چون اکثر مردم ما همو کاکل معلوماتیشان در معین سو شانه شده رقم ملاسب لطیفی و همو گپ قبول میکنن اما وقتی که میرن مطالعه میکنن آیست آیست هم متوجه میشن مثل که شما متوجه شدن ما که با این قصه ها دین خود بدنام میکنیم و آیست آیست هم بله یک مطلب دیگر رو خدمت رو نزد میکنم یک وقت من دازم با ایجاد بودم اونا یک مطلب باشم میگفتن که سوال باشم نفت باشم یعنی جرس باشم که نفت باشم این همی دنیا رو که خداوند تعالی بر ما نفته عطا کرده با تمام از این کپی های خود که دارم بله حالا ما اگر من این قرضی آخرت سوضا کنم یا نکنم شما چی میگید این بارم؟ من میگم نکنم من خودم نمیکنم من نمیکنم این همین دنیا بر عزیز ما بارا گفتیم
که اگر تو میخوایی در اون دنیا شایسته ازی باشی که در باغ فردوس بری، باغ جنان بری، باید در اینجا یک باغچه که فردوس جور کنی برای خود و برای مردم. اما یک قسم ما در مکتب داشتیم بسیار زیبا بوده که میگفت یک آدم پیر درخت میشان، بسیار پیر بود، کدام تیشد در کاکای درخت میشانی چی فایده تا کی میوه کنه تو بیاز و مرده میباشی. بازو خنده کرد گفت که دیگران کاشتن ما خوردیم، ما میکاریم تا دیگران بخورند. در واقع ما در اینجا باید بعد از اینکه میریم یک باغچه مانده باشیم تا شایسته رفتن در باغ جنان باشیم. از این خاطر ای کسایی که زندگی میگه کاملا اینمی هر کسی که در اینجا یک کار کرده همون حافظ میگه که تا ساغرت پر است بنوشان و نوش کن. اگر تو یک ساغر نداشتی که خودت بنوشی و مردم بنوشه شایسته جنت هم نیستی و شاید دان دروازه برد بگوین که اون طرف اون دروازه دیگر او طرف باید بری دیگر. امیدوار استم که کل مردم بفهمن که منظور ما از زندگی در دنیا خوش بودن و خوش ساختن هم جلوگیری از اعمال زشت، فساد، کارهایی که باعث اذیت زندگی مردم دیگه میشه. اینمی باعث میشه که ما بتانیم در اون دنیا ارزش از این داشته باشیم که در جنت بریم. اما اگر در اینجا زندگی را برای مردم جهنم جور کردی مثل آقای اسیب که از این عکس ساختگی پرتو از او را از او را، یا مثل این ملا که زن از این را بگی زن از او را، این را کافر بگو او را کافر بگو، یا کلگیشان دوزخی است، در این دنیا مردم بیچاره را دوزخ جور کردن زندگیشان را، در اون دنیا معمت فکر میکنم که خودشان را بر جرم از این اعمالشان در دوزخ میبرن. آیا اجازه که کسند دیگرم اضافه کنم؟ بفرمایید. در مسائل سیاسی اما حکومت بگیشتم که چون خود ما آزاد نیستیم و آزاد اختیار نداریم. بله. وقتی که نمایشیم یک آدم هم انتخاب آزاد کرده نمی کنیم. بله. بنابراین به این منظور من ایش وقت همین مسائل سیاسی بگم ندیدن چون در زمان مسابقه کروسا بود من به چشم سر بیدیم که چی یک آن گذاشته و چی بوده. یعنی سلایت بسیار معبود است. یعنی خود این اشتنبنی ادم یک سلایت نداره و هر کسی که اگر بیاید هم آنند از این آخر خواهد بوده. ولی بهترین رای را من از شما یا خواهش چی که پیشنهاد می کنم سر و خدا مردم با ضرورت و فهمیدن دین خود دارد. هر وقتی که مردم مفید خود را فهمید ظاهرا شما اون 15 میلیون امیزنه که اصلا هیچ کرده می فهمند همی حقوق خود را می فهمند شما با اونما خدمت می کنید. اصلا من کنم قدر شما خودی من را می فهمید من دیگه خارج دارید که شما همی انگیزه را برمد دارید. اصلا نه 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 کمودیش ما میخواد چی خواسته و مردم بیده چی خواسته چی تبربستی دومر اگر این رو شما پیش ببرید منفصل کنزیاتر هست معبوبیت کنزیاتر هست و هم پر خدا و هم پر مردم یه خدمت بزرگ رد کردید. مسائل سیاسی مردم با ما نمیشه دور ما نمیشه که با مسائل آزره ایام سر خوب دقیق شما میخواهید از ما کلاس بکتر میخواهید کسایی دیگه هست که در شاید زور ما نرسه اما نمیمانیم که او هم آمد مفت بخوره شد فهمیدی؟ او کار هم نمیمانیم یعنی آرام نمیمانیم امی مایی را که میگیرن نگان در پاکتیم در یک سطل مندازن سطل او نیست مایی بچاره اموجه میمونه به سختی جان میتر هیچ کس دلش نمیسوزه با مایی اما یک مرغ تا که دکه بیتی قرق 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 میکنه اگر بکشی دل کلگی میسوزه. صدای خود باید بکشیم کلگی ما اوشارانه اما فکر میکنم نتیجه هم میته. اگر بود فکر کنم نتیجه نمیته ناامید میشم اما نتیجه میته اگر که مردم ما با هم اوشارانه یک جایشن. ولی برام بسیار خوش شدن دوست زن تشکر سپاس در شما حیات سپاسرم خدا شما زنده داشته باشد. خب روی خط هستین دوست زن آقای ارسلام امیدوار هستم خوب باشه جور باشی دوست زن خوب هستم همه امروز خوب هستم شما امیدوار هستم خوب باشه بفرمایید. تشکر من معمولا طرفدار برنامه های مذهبی تا نیستم چون سه
بسیار خسته کن میدانم من مسائل سیاسی و اجتماعی زیادتر خوشم میآید. بله. اما چون دیگه ها بالا میشه از دست بعض ملاحات میخواستم استفاده مثبت کنم از برنامه تان. بله. تشکر. سوال من از شما و تعداد زیاد مردم دیگه ایست آقای ایار. ما افغان هایی که مسلمان نیستیم ما چطور کنیم در بین شما مردم؟ افغانایی که مسلمان نیستیم چطور کنیم در بین شما مردم؟ کدام مردم؟ بین افغانا؟ بین افغانای مسلمان. ما فکر میکنم که شما چیز باید نکنیم. ما که مسلمان هستیم باید یک کار کنیم که انسانا را به عیس انسان احترام کنیم، به قضاوت ما به اساس گفتار، کردار و پندارشان باشه. بایی که مثلا یک نفر چی عقیده دینی داره با او بانیم که بین از او خداوند باشه. ما فکر میکنم شما مجبور نیستین چیز کنین، ما باید اینمی را یاد بگیریم. اگه اینمی را ما یاد بگیریم شما میتونین که مسلمان باشین نباشین، مسئله شماست. شما صاحب و مسلمان های دیگر چه وقت یاد میگیریم؟ ولی اینا ما خو یاد گرفتیم، دیگر ها را کوشش میکنم که یاد بتم. شما خب باز معتدل هستین و اندیوان کلم هستین. بله. به طور مجموع تا جایی که مدیدین اینطور که افغان و پاکستانی مسلمان هست عربان نیستن. بی‌سوادی. بی‌سوادی. بله، هم بی‌سوادی هم بی‌فرهنگی. بله. هم بدبختی فقر در به طور مجموع کاملا و این باعث میشه که خصوصا ما افغان ها بسیار فاشست بسازن. بله. و افکار و نظریات بسیار مزخرف و احمقانه و منفی را توسط دین ما در مرز ما پشانده میشه. با اون خاطر من خود شخصا شکر فضل خدا در امریکا زندگی میکنم با اون هموطنهای بدبخت ما که در داخل در گیر مسلمان ها بند ماندن، بخاطر از اینا هم از دلم میسوزن. بله آینه امیال آقای امیدلای کریمی نشته میکنه خدا بزنه تو بیدین کافره. اینمی یک بدبختی است که خدا بزنه خدا بزنه. ما هیچ به رحمان و رحیم بودن خداوند باور نداریم. ما اینمی گپ ماسته که خدا بزنه خدای اگر یه ادایت میشه ادایت کو، اگر نه ایره نیست و نابود کو. یعنی مثل عزیز که ما قبول کردیم که خدا ادایت نمیتانه، یگان را تا خدا ادایت نمیتانه، بنان خدا ادایت خالی نمیتانی را بکش خیلی. اینمی اقاید ما بسیار اقاید مزهک، بسیار اتا با مستندرد و منطق دین و قرآن هم نیسته. بدی ما تنهایی نیست که ما مسلمان استیم، بدی ما ایست که ما دین خود نمیفهمیم. مردم خودت سر دین میکشه، اما اگر پرسان کنی که بیادر جانمی قرآن خواندی، یکانش باز دروغ میگه. اولا خانده ایم نه، باز من چشم در چشم سعی میکنم که یعنی باز سوالت میکنم. اولا نه در نخانده ایم. یعنی ما مردم ها میخواییم بکشیم، مردم ها میخواییم دو بزنیم، هر کار کنیم خانده ایم کتابت ها. اولا نه نخانده ایم بیدر خیلی. از روی چی؟ از روی چی توی قدر مشار شدی که دین ها میفهمی؟ از روی بی‌معلوماتی. ما غرق در بی‌معلوماتی هستیم. از همین خاطر در جامعه ما دین اسلام بسیار قوی تر است، باور بسیار قوی تر است، بخاطر که ما به چشم کور ملا گفتم ما قبول کردیم، خود ما قرآن رو نخوندیم. اگر ما قرآن رو میخوندیم باور کن که اینمی مشکلی که امروز داریم بسیار کمتر میبوده. ولی بسیار تشکر دوست عزیزم. ممنون، موافق نیستم اما خدا حافظ کن. در چی موفق نیستین؟ هستین؟ در اینکه اگر ما قرآن را بفهمیم کل چیز حل میشه، هیچ چیز حل نمیشه. خودم مسلمان بودم، من خودی تا کلانی مسلمان بودم. روزی که قرآن را خواندم از اسلام دست بردار شدم. بعدم آمد بسیار خراب است، هیچ چیزش قابل حل نیست. چی باعث از او شد؟ چی شد؟ چی باعث از او شد؟ خواندن قرآن؟ بله بله، بسیار خواهی خراب دیگه شده. خواهی یعنی نخواندن قرآن باعث از این بود که شما مسلمان باشین، خواندنش باعث از این شد که اله بده. بله 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 بفهمید شما؟ نه بس دیگه نمق دارم. خدا حافظ دوست از این خوش باشین. بله 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 بله
بفرمایید دو سیزم روی خط هستین. بله؟ بفرمایید دو سیزم روی خط هستین. خدا برکت بده. سلام علیکم. سلام دو سیزم. خوب هستین؟ بفرمایید. خوب هستین. سلام خوب هست. شکر. آقای شفیع یار، ما شما یک خواهش داشتم، اگر امکانات داشته باشه کم معلومات برای من بدید. بفرمایید. بفرمایید. بله. بفرمایید دو سیزم مشنام. بله آقای شفیع یار. بله. صدای مرا میشنوید؟ من صدای شما را بسیار خوب میشنم. شاید شما صدای مرا به درستی نمیشنوید. اجازه میشنم صدای شما را. آقای شفیع یار، یک سوال داشتم، اگر امکان داشته باشید برای ما جواب بدید. بفرمایید. معلومات میبخشید من. از نظر من عقیده ما که ما انسان ها اولاد آدم و بی بی حواس هستیم. بله. من عقیده کلید انسان ها. بله. اگر شما بتوانید برای ما یک ذره معلومات بدید که برای ما یک سوال هست که ما هم انسان ها اولاد بی بی آدم یا هوا هستیم، پس به انسان های کمونی اولیه که دادم که ما در 35 مکتب در تاریخ خوندیم که انسان های کمونی اولیه و اساسا بود و انسان های بیدی تبدیل شدن. آها. اگر امکانات داشته باشید یک برنامه دمی باره داشته باشید که ما جواب از کجا آمدیم؟ چطور تا اینجا رسیدیم؟ بله بله، یک برای مکتب خوندیم که بله. انسان های کمونی اولیه مثل شادی و زندگی داشتن و گوشت هم خام بخوردن و زندگیشون هم نظر شادی هایی که پیلن هست و میشه که دیدیم ما و اساسا چی رقم آتش را کش کردیم و چی رقم لباس کش شد و بالاخره تبدیل به انسان شدیم. بله. پس که ما به اون شکل به انسان تبدیل شدیم، فلسفه بی بی هوا و آدم علیه السلام بس پیشا شدن. ما فکر میکنم که تیوری های مختلف در دنیا وجود داره در مورد از این که ما چطور تا اینجا رسیدیم و از کجا آمدیم. در واقع میگان دفعه میگم که انسان ها بدون دینش نمیتونن زندگی کنن، و خاطر از این که کنشکاوی از این که ما کی هستیم و از کجا آمدیم کجا میریم، حتی اگر اسلام، عیسویت، موسویت کلش از بین ببریم، باز هم پیش بریم، باز یک رقم دیگر با یک دین دیگر روی میاریم. چون این همین مسئله که از کجا آمدیم کجا میریم. و در یک قسمت تیوری های مختلف وجود داره. انوزه یک چیز 100% ثابت نمی کنه که ما چطور آمدیم. مثلا آیا ما از یک ماده غیر حیه، یعنی که زنده جان نبود، یک ماده مواد مرده ما پیدا شدیم، رشد کردیم؟ آیا ما خلق شدیم توسط کدام کس دیگر؟ آیا ایجا فارم مرغ است ما شما را به حیث مرغ آوردند؟ ایجا این هیچ کدام ما هنوز نمیفهم، اما نظرات مختلف وجود دارد. کورترین از این نظرات، یعنی نظری که هیچ گونه دلیل در پشتش نیست، نظر دینی ماست که از آدم و هوا آمدیم. این بسیاری های نمی گپ نمیفهم و بسیاری های فکر میکنه که اینمی یک گپ غیر مذهبی است، ضد مذهبی است که تو میزنی. او روز آقای لطیفی میگفت که علم اسلام و علم دیگران میگن عالم است اینا. اسلام علم نیست، اسلام دینه. تفاوت علم و دین است که در دین ایمان است، عقیده است. برای تو گفتم میشه که اینمی کتاب از خداوند است. اگر تو این امیر قبول نکنی که ثبوت نمیتونه، باید که قبول کنی. وقتی تو این قبول کردی که قرآن کتاب خداونده، باید زود گایایش به عیس گپ خداوند قبول میکنی، پیش میری. در دین تو نیست، در دین، در علم. در علم مردم ها مثل که در لابراتوار کار میکنه برای ثبوت کردن یک چیز را باید ثبوت کنی. در بمرور زمان میتونه که نظرات دیگه به وجود بیاید و رشد بکنه دلائل. اما اما عقیده کورترین یا باور کورترین ما در قسمت آدم یا بشر همیست که یک کس را به نام آدم خداوند آورده، یک کس را بی بی هوا بازید تا یک جای شده غلطی کردن در جنت گفته بود این نخوری خوردن، بازی ها را زده در زمین انداخته،
باز یا صبح و شب یک چوچه میداده، باز چوچه صبح کتی چوچه شام یک جای میشته خوار برادر، باز چوچگک های دیگه چوچگک های دیگه تا آله. اگر خوار کتی برادر یک جای میشد خوخی دیگه چرا بر ما حرام استنه؟ تمام اینی چیزا ما قبول کردیم، اما برای از این که این را ثبوت کنیم به هیچ کدام چیز نداریم. و علمان هم یعنی مثلا امی خود بشر با میلیون ها تا ده ها و صد ها میلیون سال پشت سر میبرن دی این ای و ایناش، اما ای که 100% یک آدم باید ثبوت کنه که مثلا 100,000 سال پیش ما اینی چیز بودیم، 200,000 سال پیش اینی چیز بودیم. ولی همین تیوری ها وجود دارم و فکر میکنم که حتی اگر ما در سر از این کدام برنامه هم داشته باشیم از این زیادتر نمیتونه که باشه. این همینقدر که گفتم این همه خمه باشه. بسیار زیاد تشکر از آقای شفیه. زیاد تشکر، خداحافظ شما. بله بفرمایید. سفی جان عیار سلام، واید هستم از کالیفرنیا. آقای واید خوشحال هستم، بفرمایید دوست عزیزم. همی آقای که زنگ زد و گفت که ما چطور کنیم بین شما افغانهای مسلمان. بله. البته من فکر میکنم که من هم یکی ادمی جمله ادمی نفرهای هستم که بین ماها یه مشکلات دارم. بله. بله. یعنی منظوری که شما اگر یک آدم را ببینین در بین خود که او مسلمان نباشه، شما که از اون مشکلات دارین، بنان او هم که شما مشکلات می داشته باشه، همین منظورتانه؟ من ندارم مشکلات. او زن زد، او گفت که او مشکلات داره با افغانایی که بین افغانای مسلمان که زندگی میکنن. آها. درست؟ بله. اگر درست فهمیده باشه. درست؟ نه، ایتو گفت. اونا ایتو گفتن اونا یک مشکل دارن. میگم ما کتمی شما مسلمان ها که یک جای میشینم، شما دیستی یک مور میزنین در پشانی، فکر میکنین که در مجلس که شما هستین من حق ندارم، از این خاطر ما کت شما مشکل دارم. اون منظورش این بود که یعنی ما از این خاطر بود که ما گفتم خودت مجبور نیستی که یاد بگیری، ما باید یاد بگیریم که یک آدم ها که در با ما میشینه ضرور نیست که حتما او مثل ما عقیده دینی داشته باشه که با او بشینیم و با او رفتار نکنیم. اگر که او عقیده هر چیزی است، وظیفه انسانی ما است که با او انسان باشیم، با عقیدهش مجبور نیستیم که موافق باشیم. منظور از اوی بود. اینال شما دقیقا من خود شخص خودم که از جمله ارزمو یکی ادمو افغانای هستم که به اصطلاح مسلمان هستم و او مشکل داره با ما در حالت ناشناسی. وقتی که میگه با افغانسلمان، با همه مسلمان های افغانی بیچاره مشکل داره. درست؟ بله. اما بعدا میگم که افغان ها و پاکستانی ها مسلمان بهتر هستن از عربا کردن. بله. این تقریبا ضد نقیض است، ضد تضاد است، کانتردیکت میکنن که اصلا خودش هم برای زی که یه جای یک طرف سر مرحله میگه که من مشکل دارم با افغانهای مسلمان، دیگر طرف باز تردید میکنه که این افغانهای مسلمان پاکستانی بهتر از مسلمان های عرب کردن. بله. مشکل از این آقا در کجاست؟ خب اگر این مشکل با افغان داره که این طاقه داره به دین و مذهب و عقیده شخصیش، بله، پس این باید همیشه مشکل داشته باشه با افغان، پس اینجا نباید افغان تا عرب ترجیح بدن. بله. مسلمان بودن میشن. درست؟ بله. اگر این ترجیح میدن پس این مشکل نداره با افغان ها، پس این مشکل با خود دارن. البته با افغانی که بیشینه، افغانی که عقیده راسخ داره با خودش و خدایش، بله، و تصمیم میگیره که این کار من نیست که من این تاپه کنم که این مسلمان ها، این کافر ها، این نماز میخوانه روزن بگیره نمیگیره، بله، مربوط منه. من تنها شخصیت زیر کار دارم، کاراکتر زیر کار دارم، با من دوست خوبی من با بسیار افغانهای مردم های مسلمان است که عقیده به دین و مذهب ندارم، اما احترام به من دارم، من احترام به اونا دارم. بله. درست؟ ای کار گپ شما بسیار منصفانه است. ما در دو سو نزی خط
نمیتونیم به یکی دیگه توهین کنیم. مثلا آریانا سرید آمد و گفت که اینی زنایی که حجاب میکنه افت خر سیاه خدا نکنه بوی میتن. ای اگه غلطه تو نمیتونی منعیس یک کسی که برای خود حق میتونی که اینه تو باشی، کسای دیگر حق نتی که اونو تو باشه. اونو خانم حق داره که حجاب بپوشه و بخصوص در شرایط افغانستان هر کسی حتی مجبور هم هستن که حجاب بپوشه. تو نمیتونی با اوی بیترامی کنی و در عین زمان تو نمیتونی که با مردم اجازه بدی که تو رو نگذارن که او رقمی که تو هستی باشی، مگر اینکه ما به حساب در چشم یکی دیگر درآییم. یعنی کنه که ما باید یک چیز بفهمیم که من مطور که هستم اجازه دارم که باشم، تا زمانی که برای تو کدام صدمه نمیرسه تو حق نداری که مرا تله کنی و خودت حق داری که همت باشی که هستی تا زمانی که تو مرا تله نمی کنی. اینا دهی رقم ما میتونیم منعیس دو انسان صرف نظر از عقیده مذهبی خود با هم دیگه به عیس دو انسان مراوده منصفانه داشته باشیم. باقی در مسائل دیگه ما میتونیم بحث بکنیم، بحث انسانی بکنیم، از یکی دیگه یاد بگیریم. متاسفانه در جامعه افغانی ما بحث برای یاد گرفتن نیست، بحث برای در شکستاندن دندان طرف مقابله. این بحث خوب نیست. ما باید آیست آیست یاد بگیریم که بین که از یکی دیگه یاد بگیریم. مثلا شما لگب میزنین صرف نظر از اینکه عقیده مذهبی شما چی است، ما گپ شما را از کله خود تیر کردم میرم میبینم که اینی گپ منصفانه است، میگم بله دوست ازم توی را حق داری. اونو آدم دیگه اگر بیایه بگم ما چون که زد دین استم، ما هم که در مجلس میشنم حق دارم زد دین گپ بزنم. اینا اگر تو زد دین در مجلس گپ میزنی، باز در اون صورت وام حق دارن که زد تو گپ بزنن. تو باز نمیتونی بگوی که چرا زد ما گپ زدن. بنابراین همین عقاید خود اگر ما به خود نگاه کنیم، جر و بحث‌های خود برای آموختن از یکی دیگر کنیم، مشکل ما بسیار کم می باشد. بفرمایید. ده سال پیش در یک محفل بودم که البته اونجا افغانا بودم، همه افغانا بود اونجا البته مردم هایی بود که مثل ما و شما مسلمان هم بود و افغان هایی بود که عقیده هم نداشتن. یکی به می یادگویی شروع کرد و اینو من برش گفتم که من از تو خواهش میکنم، من عقیده شخصی تو را اعتراض دارم، هر چیزی که داری در مجلسی که من را میبینی من از تو اونجا پیشوی من اینو مذهب و بعد نگو بله. اون چیزی که او شخص خدا رضی آقا سنی من شیعه هستم بله. او راجع به سنی خود حرف میزد، گپ میزد، بحث میکرد. من او را هم حساب کردم، گفتم که کیوی نمیره نزن وقتی که من باشم دیرم که دفعه دوم و سوم همین رقمی پیش رفت، من قطع روابط کردم، گفتم نمیبینم بله. بسیار ساده است برای من این کار، من میتونم که من خود کنترل میتونم، این صلاحیت خود دارم. این بسیار یک کار خوبه. اینال وقتی که شما برای خود یه اجازه را نمیتین که دیگران را توهین کنین، دیگران حق نداره که عقیده مذهبی شما را توهین کنه. اینجا یک سرحد است که کلگی ما باید قبول کنیم که از اینی نه تو منعیس کسی که باور نداری پیش بری و تو منعیس کسی که باور داری. مثلا در اینجا من یکان دفعه در مجالس پرسان کردن که آقای ایار اینی دین تو رستی، من میگم ما عقیده مردم حق نداریم از پیش بگیریم، اما تا که کس حق نداره به عقیدگی تو را از پیش بگیره وام تام حق نداری، باید که تو احترام کنی و اونا هم احترام بکنن. چرا اگر ما احترام نکنیم به همدیگر خود، باز جای برای بحث نمیمانه. یک بحث منطقی زمان میشه که احترام انسانی در وسط باشه و بحث برای از این باشه که ما از همدیگر یاد بگیریم، بحث برای از این نباشه که دندان کی را تیزتر مشکنانیم. اینی بحث درست نیست. ما بسیار خوش شدم دوست عزیزم. ممنون هم چنان شدی جان ایا، خیلی دوستم دارم. تشکر، بسیار تشکر دوست عزیزم. خداحافظ. خب دوست عزیزم، شما میتونین که از طریق فیسبوک هم تماس بگیرین. یکان دفعه یکان مسئله تشریح کم زیاده کار
کار دارد. یکان دفعه کوتاه‌تر همین بحثی که در اینجا بودی باید که یکم که گپ زدمش کلگی ما باید ایره بفاییم که چی رقم تا کجا میتونیم پیش بریم، از کجا میتونیم دوستای زمین که میگین بیار بالا، ما در اینجا توانمندی بیار بالا را ندارم. شما میتونین و در اینجا دوستان نشته میکنن که رئیس مریم، من نمیفهم که در این قسمت چی گپ است، آیا اونا میخواین که گپ بزنن یک چیز کلگی تان میتونین زنگ دین. ولی ما قدرت گرفتن تلفن با قسم ندارم که خاص باشه به خاطر از اینکه چیست و دوست عزیزم آقای کریمی باز نشته کردن تو نوکر امریکاستی صدقه دین میشه چیز خیر است، ما صدقه دین خوبی از شدیم در افغانستان که باشی که بخوای یا نخوای صدقه دین میشه به خاطر زمین خورترکی که تولد میشی که دمی گوشت یک چیغ میزنن تا آخر زندگی در کاری که کنی دیگه میخواین که زمین یخنت بگیرن. باشه اینجا دوست زمین ما یعنی خداسازم مزرعت میخوایم یعنی خداسازم نگفتن نمونه که شما میتونین زنگ بزنین، ما زنگ شماره میتونم بگیرم. خب خب دوست عزیزم شما میتونین زنگ دین، ما از کار خود خلاص شدم. اینا در چی هستم یک چیزی بود در فیسبوکم که باید چی میکردم غمشو میخوردم. دوست عزیزم شما میتونین آن زنگ دین چی باز است لین و از طریق فیسبوک هم میتونین روی خط هستین. دوست عزیزم بفرمایین. بله سلام دوست عزیزم، شفیع ایار هستم، بفرمایین روی خط هستین. شکر دوست عزیزم، خوب هستم، شما خوب باشین. سلام به شما و به بینندگان عزیز دان. من بسیار وقت میشه از حیات های برنامه شما را میبینم و طرفدار شما هستم. لطف میکنین. و یک سوال بسیار کوتاه در باره دیکتر شما که همی مردم ما شما بسیار وقت برخلاف دین گپ میزنن. وقت سوال من این است که امید دین ما را باید فکر کنیم مثلا چی برسری داره و چی خوبی داره از دیگر دین ها اگر ما بیرم در مقایسه با دین مثلا یهودی یا مثلا کسایی که هندو هستن چی کنیم با مراتب دین ما بهتر و خوبتر هست دیگر پیشاب گفتین. خب امی پیشا شما اگر بزنین که یک خیال برالای دین گپ میزنه
اینا تنها کسایی نیست که مخالف دینه، کسای زیادتر در اسلام کسایی که متدین گپای ضد دینی میزنن. مثلا شما آقای لطیفی را دیدیم که میگه پیغمبر دست بر غیب داشت. پیغمبر دست بر غیب نداشت، آیت قرآن است که پیغمبر بگو با مردم که من غیب نمیدانم. اینا رو میگه دست بر غیب داشت. اینی آدم بسیار مسلمانه اما ضد دین گپ میزنه. به خاطر چی؟ به خاطر ما از قصه ها پشتیم، مخشوش هستیم. مثل از این بسیاری نفرهای دیگه است. از پیشاب گفتین آقای مولای آیات الدین ماندم که میگفت که بول رسول الله را نوش جان کرده بود، بول معطر و مطهر، که در دیان دیگه ما نمیفهم به او افراد وجود داره یا نداره. یعنی در دین ما این چیزا بسیار، مثلا شاش شتر خوردن در بین عربا یک چیز کم نبوده و ما قبول داریم. زیادترین کسایی که بر علی دین گپ میزنن مسلمان ترین ها هستن. مخالفین دین کمتر میتونن بر علی دین گپ بزنن، اما می کسایی که متدینه یا دین که اصلا خراب کردن هم یا ما خراب کردن. اینمی مسئله را که چی گپ میزنن، آقای لطیفی گپ میزنن، امی عین گپ است که آقای آیات الدین میزنن. وقتی که میگی پیغمبر، شما فکر میکنید که یک بشر بوده مثل ما؟ مانایشی است که از بشر بالاتره. از بشر که بالاتر شد، هر چیزش متفاوت میباشد. بنابراین گپ آقای آیات الدین در او حساب صحیح میه. من خواهش میکنم. یک موضوع
آقای رحمانی رو منظورتان هست؟ بله، مسئول من آقای رحمانی بوده. بسیار. منتها یک موضوع بسیار ساده بود که من میخواستم که به شما کمی یادآوری کنم که این موضوع یک سر از قسمی عام و ساده منتشر نشد. بله. که این موضوع نبود که خلر پیچیده باشه، مسائل جامع کتلیک و پنجاویت بیستاد و مسائل دیگر. امور ما یک کمی گرد اگر تو خواهد برای شما یک بایی بفرمایید اگر واضح کنم جلوس کنید بایید کوتا بفرمایید بله امی شما اگر با شما در امریکا بسیار وقت بودیم و امی مثلا مجلس سنای امریکا اگر برای شما معلوم باشه سر نفر منبر دارد سر سنطور است یک وقت اگر بخواهید یک موضوع را رنگیری کنند موضوع بسیار مهم که باشم رئیس پارلمان و از پیجایت سر سنطور رای بده یا پیجایت سر سنا رای بده نه اینکه پیجایت سر حاضر مجلس بله اما یک موضوع بسیار مهم است دیگه اینکه در این مسئله چیزی افغانستان که بودن در پارلمان همین موضوع را واقعا رحمانی هم صحیح تشکیف نتانست به طور مثال از شما یک سوال میکنم اگر از آقای رحمانی طلاق بود از خود کاندید میکرد و یک نفر میبود و در مجلس هم یک صد نفر میبود این کار نداشتی ببره برای اینکه در مجلس اینجا مسئله اکثریت پارلمان است نه اکثریت حاضر اکثریت حاضر ممکن است صد نفر باشه او نمیتونه که اینجا فیصد پارلمان یا اینجا فیصد را ببره برای این خاطر موضوع سر این بود که اگر سلطه تشکیل میکرده که همی نصاب که تعیین شده خدر یکی بوده از مثل رسول جان برای ما معلوم نیست که همی پارلمان افغانستان چقدر نفر داره کلش تعداد اعضاش قرار که اموش اونا گفتن 247 گفتن باز امی اکثریت پارلمان است یا کل پارلمان؟ نه کل پارلمان ای را ما هم نمیفهم مگر دموجه گفتن و آقای اصولیان گفت این موضوع را بله این موضوع را ما به شما به این قسم تشکر می کنم که فرض می کنیم که اگر یک نفر کاندید می بود آقای رحمانی اگر اینا 120 تا می بودن اینا امکان نداشت که برنده شوند امورا گفتیم به فیصا نمیشه میگه دیگه با پوینت نه، من برای شما موافق بر از این نیستم، من برای شما میگم چرا شما در یک جای میرین، مثلا ما با خوده فکر کنین که همی انتخابات هم 200 نفر عضو است در همی، فکر کنین یک کمیته داریم 200 نفر است که برای ما خودت رای میتر 200 نفر همونجا کلش آمده، برای کلگیش ورق داده میشه در اینجا 3 رقم رای وجود داره رای بر شما، رای بر ما و رای بی‌طرف که یعنی فرق نمیکنه با ما تمام از یا رای میتن از تمام از یا رای میتن رای که بر ما و خودت است از او 55 خودت میبری 55 ما میبریم 123 را خودت دیگران میگه ما رای نمیتیم این حال در اینجا خودت بردی چون 123 بردی 123 نمره کلانه مثلا شما به او افراده که میگن اگه یک نفر رای بده اینجا گپ یک نفر نبود 123 در مقابل 55 بود در پارلمان افغانستان شما اکثر مقصد سیستم پارلمان هم اینجا برای شما میگم مقصد ما ایست که در پارلمان اگر 250 نفر 150 نفر حاضر باشه مهم ولی مهم هم اکثریت پارلمان حاضر نیست اکثریت پارلمان مهم است یعنی منظور شما ایست که منظور شما ایست که از 247 نفر کجا بود باید همون یک سد و بسی چار بله ها آفرین بسی آفرین تنها می بود اگر تنها نه باشین حالا ما نه حالا باشین شما باید یک سد و بسی چار می بود تو پیجورن شما اجازه این مقصد اینجا است که اجازه میتین بله خیلی دقیق باش کنین ایتا فکر کنین که در یک جای 200 نفر رای میته آیا اما گزی باید رای بته برای یک نفر یا حق دارن که رای نتن؟ در اینجا اکثریت پارلمان یا نصاب مهم است فرض میکنیم که نه شما سوال ما را نگرفتین شما سوال ما را نگرفتین دیگه جایت نرین من یک سوال کردم گفتم این نفرها حتمیست که رای بته ضرور است باید کار در سر شانش گلونشان بگیریم که یا به این رای بده یا به این یا ایست که عقد دارن به نایس عضو پارلمان که رای سفید بده نه ایچ بگوی ما به هیچ کدام از این رای نمیتونم اجازه دارن یا نه؟ نه در صورتی که در پارلمان
نصاب برای اکثریت پارلمان موجود باشد، باید بکنیم 200 نفر پارلمان هست، 180 نفر حاضر هست. باید همون نفر تجاوز کسید پارلمان هست، یعنی 180 نفر باید بارد. یه آلم اگر شما رو فهمیدم، کوشش کنین که گپ مرا مگر تانستین بفهمین. یعنی شما میگین که این 200 نفر، 247 نفر که بود، از این یخنشان بگیریم بگویم یا با این رای بته یا با این عقل نداریم که رای بته. فرض میکنیم که 130 نفر رای بته، بطور مثال 130 نفر هم رای بته، لیکن باید 134 رای باید بته. آفرین، بسیار خوب. حالا یکم نزدیکتر شدیم، ایتا فکر کنیم که در این پارلمان تنها 100 نفر رای میته. 100 نفر که رای داد در امریکا اکثریت و اقلیت میشه. اگر 100 نفر 51 نفر یکی را بردم اون برده. اما شما نه داره، همی از امریکا همی رای گیری همی از که اکثریت هم میبری، از 50.1% هم میبری. اکثریتی مجلس سنه اکثریتی حاضره. بسیار خوش شدم دوست عزیزم، من فهمیدم گرد شما. لطفه خب، دوست عزیزم شما میتونید که زنگ بزنید. مثلا رایگیری امی ماناش هسته که هر کسی که مثلا در جای 100 نفر بر رایگیری آمده کل رای نمیته، 50 نفر رای میته، کسی که 26 بود اون برنده است. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستید. بله سلام علیکم آقای. سلام دوست عزیزم، خوب هستین انشاءالله؟ تشکر، زنده باشین. خوشحالم از جرمنی خودتان بسند شد. خوشحال هستم دوست عزیزم، بفرمایید. زنده باشین. میخواستم جواب بدی ادر پیشتر بتم که بسیار درباره پارلمان گفت زدم. یک چیز در قانون آمده، در قانون افغانستان دو هر چقدر نفری که در مجلس حاضر می باشه و رای می ده اونمون بیسان به احساس مثال و مجلس و کسایی که رای داده و پینجا جمع یک که پوره شد برنده مجلس میشه. اونمون کاملا میکنم شما درسته. بله یا اصلا این موضوع پینجا جمع یک درک نکرده بودن و پینجا جمع یک 247 نفر اعضای مجلس داره به افغانستان و از 247 نفر 244 نفرش رای داده بود که 123 نفر 50 جمع یک میشه. این موضوع اصلا یا درک نکرده بودم. حتی از اون کنه مهمتر یک چیزی بود که کل از 244 نفر رای نداده بود، 55 جمع 123 187 فکر میکنم میشه، 187 نفر رای داده بود که یا به این طرف یا به این طرف، دیگرانش هیچ صفحه داده. اینا میگه اونام حساب کو، یا میگن که 124 پورا نکنی نمیشی. نه اگه اوتو باشه مثلا هر دفعه میه تنها 100 نفر رای میتن، 124 ایش پورا نمیشه تا چی وقت؟ نه رای گیری کده میریم تا که شوه او مردم دیگه میگه ما رای نمیتیم، 100 نفر رای میتن 124 باید پورا کنی، چطور میتونی پورا کنی؟ از این خاطر در رای گیری معقولیت منطقیش میره اگر اکثریت برنده نشه و بگویم که اینی خنمره باید ببری. مثلا 247 نفر 100 نفرش رای میده، تو میگی تا که 124 پوره نکدی نمیبری. سبا باز میان دور دوم، باز هم کار میشه دور سوم، دور چهارم. مانایش ایست که رای گیری هیچ برنده کس نمیشه، ایجا معقولیت منطقی رای گیری میره. ولی برحال دوست از این ما بسیار خوش شدم. زنده باشیم، تشکر همچنان. با خود حافظ شما. وقت خوش داشته باشیم، خدا حافظ. پارلمان افغانستان ما در روزا تحقیق نکردم که آیا بفرمایید دوست از این روی خط هستیم. روی خط هستیم، روز شما بخیر دوست عزیزم، بفرمایید. من برنامه شما را چند وقت پیش تحقیق میکنیم، اعتراضا مثلا بود که گفت من اسلام و دین و از اسلام دو
ترجمه فارسی میشه برام نفهمیده ماما. بله، اما تو گفت که قرآن را خواندم، پیش از اون مسلمان بودم، قرآن خواندم، اعلام کردم. من خودش دیگه ایار یک سوال میکنم، امی سوره ابراهیم آیه 4 اگر از بتونی امکان شداشته باشی به خطا نگه ترجمه میشه بر ما بگوی. باشه، سوره ابراهیم کدام؟ سوره ابراهیم آیه 4. سوره ابراهیم کدام سوره است؟ نمره چنده؟ او نمره شاید شاید نمره. باشه، نیار در کم آورتان میبینیم شاید. یک دقیقه اینو ما سرش میکنم. ابراهیم یکان نفع میخوایی یک کار تیزتر شود؟ کم زیادتر تا بله، اون یکان مشکل زیادتر. اینو ما باید دیگر رقم سرک میکنم تیزتر میشه. تمام سوره ها امی قاری صاحب عبدالرحمن کلگی شیعان داره، کاش که میبود حالا میامد. نه و از این پروگرام مخالف هستم، چون گفت پروگرام های اسلامی را کمتر کنیم، یعنی پروگرام های سیاسی کن زیادتر. اما من برخلاف پروگرام های اسلامی شما هستم که همیشه درد باشه، زیادتر باشه، چون مردم ما به روشنی و به ترجمه که قرآن که مثلا شما تفسیر برشان ترجمه میکنید زیادتر فکر کنم روشن میشد. آها، خب سوره ابراهیم آیت 4 اینا ما بر شما ای را میخوانم. نشین و ما بسیار بخشین یک دقیقه دیگر که ما میره همی آیت است که و ما ایش رسول در میان قوم نفرستادیم مگر به زبان آن قوم تا بر آنها باشه. در قرآن این رقم آیت باشین تا آخر بخوانم که دیگر دوستای ما بفهمن. و ما ایش رسول در میان قوم نفرستادیم مگر به زبان آن قوم تا بر آنها، که در اینجا باز یک تبصره خود مترجم کرده، بیان کند. آن با خدا هر که را خواهد به زلالت و به زلالت ما میگذارد و هر که را خواهد با مقام هدایت میرساند و او خدای داناست. این آیات در قرآن است که مثلا قرآن آمده بر مردم مکه که اینا را رهنمایی کنه، باز دفعه دیگه گفته بر مکه و مدینه. باز هم یکی از آیات است که مورد سوال است که خداوند میگه در سوره ابراهیم آیه 4 که و ما هیچ رسول در میان قوم نفرستادیم مگر با زبان آن قوم. یعنی اکیاد میدان آلیت استدلال کنه که احتمالا نظر شما ممی است که خود خدا میگه که ما بر هر مردم با زبان خودش پیغمبر رو گیریم، یعنی یک پیغمبر که زبان خودش آنه میگرمن. خب برای ما خواهد برای ما خواهد به زبان ما عربی نیست، به نانی به ما نیست، میتونید ای استدلال و یک یاد استدلال میکنند. ولی آل امرو صرف نظر از که با ما آمده بود یا نه، همین دین ما است، بنابراین ما باید یک طریق پیش بریم که همین دین و یک شکل خوب برای خود قابل استفاده بسیم. اگر این آیت میتونه همیش تردید خلق کنه که ما با هر مردم به زبان خودش پیغمبر رایی میکنیم و این را چرا دور خداوند میگه که برای مردم عرب، مردم های عرب باید که موسوی عیسوی بود میگفت که او بدر حالا اون حضرت عیسی پیغمبر بود، موسی پیغمبر، ما محمد چرا باور کنیم؟ چی آجد که کتاب آمده ای پیغمبر؟ باز خداوند میگه ما برای هر مردم به زبان خودش پیغمبر رایی نکنیم. عیسی و موسی خواه از شما نبود، مردم شما نبود، زبان شما را نمیفهمید. یا مثلا آید در قرآن است که اگر پیغمبر شما عرب نمی بود، باز شما شاید می گفتین که ایچی رقم پیغمبره که ما عرب، برای ما یک غیر عرب پیغمبر روی کرده. باز اگر این آیات ما بگیریم
مانش ایست که میتونی استدلال کنی که این امی دین و امی پیغمبر برای ما نیست. من شخصا رو تو باور ندارم، ولی احتمالا منظور شما هم امی بوده که منظور ما دقیقا اگه بود که مطرح بکنم بخصیصی خودت مردم ما به فارسی اصلا ترجمه قرآن را نخوندن، همه چیز کنونه ها و ناخونده ها چیز به مردم شیعه باشه، چیز مردم حال تسلان ما باشه به زبان عربی گفتم و گفتم یعنی از عربی هر نصابه که شما دیگر بخواهیم داخل گناه میشین. بله و برادر دیگه ما گروشنی از وقت بردازی که ترجمه شد خامید خاند امید که مثلا چی ماجرایی چی داستان هایی مثلا به این حفظه است چی رازهای به این حفظه است که اگر انسان بخوانه فکر نکنم خود خود چشمه که فکر کنم دوست من در حالت منظور عربی شما رو گرفت من در حالت مردم هم میگم که قرآن رو بخوان یا فامیده مسلمان میشی یا فامیده از دین ابراهی، یعنی دو حالت هست. ولی فامیده غول غول نه مسلمان باش نه زده مسلمان باش، بفهم که چرا اگر دین بدت نه چرا بدت نه، و اگر تو دین خوش داری علاقل بفهم که چرا از خاطرش انتحاری میکنی. اون نفر میره انتحاری میکنه، خدا میکشه مردم دیگر هم امی کلمه هم که ببینم کلمه هم نمیتونه که چی کنه بخونه و مانا بکنه. بنان خواندن دین، فهمیدن دین از روی قرآن میشه. اگه خواندی سوالا برات پیدا میشه، برای سوالا جواب معقول و منطقی. و در خود قرآن هم هست که بدترین جانداران نزد خداوند کر و لال های است که عقل خدا به کار نمیبره. از خاطر که ما و شما هم بدترین جانداران نباشیم، باید عقل خدا به کار ببریم. باید نگویم که ما خود نمیفهمیم دیگه، خدایا تو میفهمی. نه، خدا برای تمو کتاب را رایی کرده، گفته که با لسان آسان که تو بفهمی بخوان. اگه باز مسلمان بودی فامیده مسلمان میباشی، اگه کافر هم شدی فهم اگه کافر میشی. غول باره نه این طرف زندگی میکنی نه اون طرف. خوشحال شدم دوست عزیزم. مدرس میخونم یک دو کلمه دیگر رو بفرمایید. قسمت استدلال که مثلا گفتیم که اگر بخواییم استدلال میتونیم طوری که یعنی بگوییم که قرآن از ما نیست، چون مردم ما فارسی هستیم یا پشت زبان هستیم یا ازبک هستیم که اصلا مردم ها عرب آمده درسته؟ میتونیم استدلال به اساس از این آیت میتونیم این استدلال کنیم درست؟ اینو این یک سوء تفاهم هست که مثلا بین من و خود قصر یا مثلا بین خود ملاهای افغانستان هست این چرا با وجود آمده؟ اگر میگه نه این بود که بلند لسان خود ما شما میگو پرستان تر میدید؟ من یک ترجمه که مثلا فرض کنیم که خداوند در قرآن کرده که مثلا به هر مردم به هر لسان یا مثلا به هر کشوری که بگه و مردم به لسانش قرآن فرستاده یا کتاب فرستاده اون بیتر نه این بود که مثلا من خواهد با مردم میگم یعنی ما با مردم میگم که مهمترین، خوبترین و زیباترین کتاب خداوند طبیعت است. وقتی به طبیعت میگی یک قدرت در پشترش میبینی، و اگر کورم باشی کت دست میبینی، اگر کر باشی کت پای میشنوی، کت تمام سلول های بدنت خوانده میتونی. در لسان که هستی طبیعت وقتی که ببینی زیباییش همی اون قضیره وسعت ازیره همی چای که دری وجود داره که آدم متعجب میشه عجایبات ازیره کلی به عین برداشت میرسه که یک خداوند یک خالقه یک چیز بالاتر ما فوق ما وجود داره. اما در قرآن یا در هر کتاب دیگه ما به این نتیجه نمیرسیم. موافق هستم، موافق هستم در قسمت طبیعت واقعا کاملا موافق هستم. اما این که مثلا ما خدا میگیم یکی الله میگه یا مثلا بگم همه های مخالف ایجاد میکنن بله. مثلا آهی در قرآن است که بدون اراده ما یک برگ از برخ نمیشه درست؟ بله بله. مثلا چرا همیشه کار مثبت هم ما فکر میکنیم که کار خداست، اما مثلا نگه داری میشه کار پاکستان میداریم. خود گفته که مثلا ایرادی
تا اوی زمان نمیرم، مگر یک دفعه او یک فکایی گفتیم نی که گفتیم کدام نفر عرش رفته بود سنگار همه تا گرفته بود زده میرفت شیطانه همو جا از این نفر بود سنگ بود یک آدم ها که شل، کور، بسیار مریض همه تایید از سنگکار هم که میزد مفتاد از پیش یک شیطان دلش سخت آمد گفت آجان هم سنگ در دستش داد که بتانه شیطان ده گفتم این چمه که چرا کوره گفت خدا کرده پایه که چرا لحمه خدا کرده این چرا خدا کرده گفت خیلی مشکل تو با خداست چرا سنگ میزنی ولی برای ما خوش شدم دوست عزیز خوش شدم زنده باشیم مفهد باشیم امید است که همیشه انسانا به یک دین باشد به یک اخلاق باشد یکی دیگر هم در آغوش آن باز آقای کرست یک بسیار خوشحال شد دوست عزیزم لاین دیگه میگیرم تشکر خداحافظ خب آقای پرنس شما روی خط هستین بفرمایید سلام علیکم آقای شکریدار من از سویدن شما رو زحمت میتونم بسیار خوب اولین بار است که در برنامه لایف دان هستم بسیار برنامه تان تخیل کردیم بسیار برنامه تعلیمی هم هست بسیار خوشحال برنامه تان تشکر میخواستم در باره قرآن کریم که برای چی قسم استفاده میشه در افغانستان در اون برای کمک کرده دارم چون در افغانستان از او بر ما وقتان کارهای دیگه هم استفاده میکنن مثلا خیلی استفاده دیگه مثلا آوارست وقتی که امروسی میگن رو بالی سرش میگیرن چون قرآن ما فکر میکنم خداوند قرآن فرستاده که ما بوده بخوانیم و از او چیزی یاد بگیریم منطقه ما بوده همیش در تاق بالا میمانیم یک بلست خواب سرش میشینه سر آرست میگیریمش مثلا و دیگه ای که خود نماز مثلا بله وقتی که خداوند قرآن روان کرده که ما بوره بخوانیم و از او یک چیزی یاد بگیریم و بوره تحقیق کنیم و زندگی خدا پیش باریم منطقه مردم بوره میگیرن پس در نماز برای خود خدا زد میخوانم مثل خداوند بوره خودش نهیم کنم در قرآن برایش چی نشتر شده در نماز هم خود قرآن را پس برای خدا سجده می کنند و خودشان همه چیز نهی کنند چی را خوندند بله بازیاتر در وقت نماز هم متوجه هستند که در رکعت دوم چی را بخوانند درست خوانند یا غلط خوانند اصلا نماز خواندن وقتی بخوانند به پیش خدا حساب میده به نماز خواندن و کل حواسش کلش در حق خداوند باشه و ما با مو فکر کنند و دعا کنند فکر می کنم که نماز اصلی باید از قلب بیاد نه این کلمات کلام است از روی قرآن بر خدا سجده می کنه چون او خود خداوند خودش می کنه چی نشته کرده ما چرا او بپس به بزن می کنیم این میره من بسیار تشکر من در این قسمت اصلا هیچ فکر نکردیم که راستی بود که خداوند گفته که با ما گفته ما پس بر خودش بخوانیم اما در یک باید کلاگی ما گفتیم که نماز بر از این است که هر روز صبح خیزی یا شب خیزی با چارج بخیزی خود در زمین سجده رو کسته خدای با ما عذیبته خدای با ما عذیبته خدای ای کار نکو خدای ای کار بکو خدای ای ماره مریض ماره جور که خدای مرغ همسایه را تخم شکم که از ماره زیاد بساز چیزا این کارا نماز بر از این است نماز تنها سپاس است از خداوند یکان برای میگه که آقا اگه اینی را قبول نداری خچتا نماز میخونی نماز میتونی به هر طریق بخوانی به نان هم یک باش ما درست هست ما میگم که چرا نماز باید پس قرآن به قرآن دوان کرده که موضوع چیزی ها بگیریم گروه پس میشینیم برای خود رو میخوانیم در فاتحه مثلا در هر جای رو میگیریم میخوانیم به خاطر رو میگیم ثواب داره ثواب خوشونیدنش ثواب داره رسولیت قرآن رو بخوام اگه چی نگه مثلا امور ملاسایی های ما که خودشون چندان ثواب ندارن اگه اونا بیشینم امور با ترجمه شه بخوانند به اون کسی که مثلا معیت فعال کرده برای اعضای فامیلی شویش ترجمه شه بخوانند و یکان سورهش اصلا ارتباط میگیره به این چیزا چیزایی که با اون ارتباط هست بله ها کاملا نمیشه که بیشینند کل قرآن هم میخوانند که دو کسی کسی حضرت ابراهیم هم از داود هم از موسا هم از مریم هم از کلی که کسی شده خاطری کسی میخوانند خوشا نه من چی میخوانند خاطر خوانند کاملا ما خوشحال شدم دوست عزیزم تشکر از شما یک جان. تشکر. خدا
سب بخشین دو سایز این صدا را پخش کرده بودم که لاین فیسبوک بود روی خط هستین دو سایز این بفرمایین الو سلام علیکم آقای شفیع اگر حفیظ اغلاب بودم از آلم زنگ میتونم بسیار خوشحال هستیم آقای اسیب حفیظ بفرمایین آقای شفیع اگر باری سوری این الله و ملایش تکیفی یا سلام را علی نبی بله یا ایوه الذین صلوا علیه و سلموا تسلیما بله میگه یا ایوه الذین آمنوا به نظر من میگه این کفهان ایمان آورد صلوا علیه بله میگه این محمد بر کسای بود که ایمان آورد صلوا علیه علیه در اینجا خداوند مانا بله یا خداوند تر صلوا علیه و سلموا تسلیما بله یام را سلطنت خداوند که بر به او ذات تسلیم بکن ای بسیار درستر است نسبت به ای که فکر کنیم او رقمی که ملاصف لطیفی میگه و ما با شما بسیار هم عقیده هستم در این قسمت میگه شما قرآن شریف خودتان به بهترین برج تفسیر میکنیم به مردم بسیار خوب ولی که ما میگه این را خدا گفتم و این لطیف هست رو بشنری هم سیرفمی هم پیگوه هست ما دست میگیرسیم از مولای ما او میگه پیگوه نفر در خودش پلنگ از لباس ملنگ میاید بله آل اینمی آدم در طرف هم صحبتهایش بگید آنقدر در باری حضرت محمد افراد میکنه بله این خودش شکت هست بله کاملا یا این میره نمیفهمن که پیغمبر قرآن خدا چی رابطه بین عزیست یا پیغمبر از قرآن کده بالا میبرن مسیج را که خداوند رایی کرده او را پایین تر مندازن از پیغمبر کرده مسیج مهمتر است از مسنجر کرده یا از رسول کرده پیغام مهمتر است خداوند با ما یک پیغام رایی کرده توسط یک پیغمبر همی پیغمبر که نگیم یعنی پیغمبر پیغمبر آوردن مسیج خداونده آل پیغام خداونده ما مانده ایم پیغمبر در این بغل گرفتیم و بوتایش در چشم خود میمالیم بازی را ایک قدر در چشم خود میمالیم که بالا میبریم بالا میبریم در پالوی خدا و این شرک از کل اگیش کتاب ما با ارزشتر است از پیغمبر ما کرده بله دمی افغانستان یک وقت سالای نوار یک تفسیر بود به نام تفسیر کابلی بله تفسیر قرآن بود از تفسیر کابلی را ما بسیار قدامت ها تانستیم بسر این همون تفسیر هم بلای ما کتا بود بچار هم بلای خوب بود دمو دگه جایش هیچ ترک نداشت فقط سوری الحمد بای رب العالمین رحمان رحیم این نصاد هم سلات الارزین غیر المغلوب و غیر ملدان دمیر نشته شده بود ما بکیانی هست فقط خداوند دو پرسته و خداوند پرستش اینمی سوره الان در هر کسی کم بفرمایید ادامه بتید بفرمایید ادامه بتید در داخل کسی بگم اون کسی که تفسیر کردم در زده خود نشته کرده بود یک وقت نوست در قلوی مدد خواستن مصطفی من خدا میکنین از جبان زیارت و پیغمبر هم مدد بخواهید و اون زیانه که پیغمبر این نیست بله کاملا این میگم شما کاملا درست است یعنی میگه ما مسجد مدینه میریم نه در مسجد مدینه میریم کلی خود در سنگا این مسجد مدینه یک محل بسیار تاریخی است میتونه یک محل مذهبی ما باشه اما این که بوری که چشمکای که در زمین بانیم در خواه بانیم گریه کنی اونو شرک میشه اونو گناه میشه از این خاطر در بعضی کارا همی کشور عربستان یک خوبی میکنه که مثلا نمیمانه که مردم عجر الاسود ماچ کنن باز مردم از رزیس که عادت کردن قار میشن و این ما را نمیمانن که عجر الاسود که ماچ کنیم و عجر الاسود یک سنگ است هیچ کدام تفاوت نداره قبر یک قبر است تو نمیتونی گویی که نیخوی قبر رسول الله با رسول الله رفت نظر به آیات قرآن رسول الله رفته قرآن باقی است بله. خداوند میگه در قرآن که پیغمبر برشان بگو یا خود خداوند میگه که اگر پیغمبر بمیره یا محمد بمیره شما عقب گشت میکنین نه چون که قرآن پیغام موجوده پسترسان رفته پستر موجوده مردم اینمی تفاوت نمیفهمه خوشحال شدن دوست ازم یک مسئله دیگه هم
موضوع دیگر آقای شفیع ایار محترم در موضوع پاپمان که درباره زنا گرد میزنن از سرسای کمی موضوع اتفاق میکنه ولی در یک کنی پاک جا بودن سال به سال کنن آن دوزی و گرگی صدق کردن او که وقت غنی خلاص شد آن آمدن بالا در اگر یا سنجرنگی به دوستی زیاد است این تکو کنید تکمی آن رو میفرند که خودشون این کفا رو افشان کنن نامده های خودن نیک نیک آن رو میفرند در کلانترانسی دیگر زیر نظر دارن ما شما به ناموسی های هر گمه فهمیدیم دمه قسالان گفتیم غنی را در اونو وقتی که مردم ها میگفت که ای بسیار یک مرز متفکره پنج سال پیش ما امیر بینمی لسان گفتم گفتم پسترین رئیس جمهور در تاریخ افغانستان اشرف غنی میباشه یعنی آل کس مجبور نیست که برای ما بگوید اما حداقل یک خوبی است که امیر استاد چه از درون که اون کسایی که ساده بودن امیره نمیفهمیدن حال باور کنن که رفیقای خود غنی همون گپ رو میزنن و در یک قسمتی که چوکی های دیگه هم میخواین در یک شک نیست بله بله یکی دیگه آقای شفیع ایارم یک موضوع دیگه رو میگم اگر وقت والا زیاد شد میمونیم برای هفته دیگه بله گلگودین هست نمیفهمیدن یک ثانیه رو بفرمایید همی آقای گلگودی که چند رو پیش از صرف شدید مفتر که افغانستان از قبول ندارد تذکیریش گرفتر میشه میگه و بدون تذکر زندگی کنه اگر با آنه فضل که تذکیری خودش و فخویل باید گرفتر شد خود گلگودی ما ما در چرسچون زندگی میکنیم همی فابریکه جنگلت افغان در کنه مکتب تصمی کل دفتی کل این همی فابریکه هم تناسود افتار گلگودی خودشان به تذکره در پاکستان زندگی میکنه تشکر خب لاین باز است دوست عزیزم ببخشید میتونیم که آن زنگ بزنیم کدام چیزی در قسمت بغل کشید سر قبر است یا چیزی رو ما نفهمیدم که چطور بود و دوست عزیزم که در اینجا روی خط است این دوست عزیزم بفرمایید سلام علیکم آقای ارشد دانشور شکر شما خوب هستید بفرمایید خدا معرفی کنید برای آدم ایار گل زنده باشی همین پیشتر یک دوست ما زنگ زد دین ما بهترین دین است بسیار برتری داره بله حالا ما خواستم براتون بگم که شما همی سوره 24 آیات 33 را دفعه بکشین سعی کنه 24 33 24 را سعی کنه 24 را سعی کنه 24 نور است 24 یا کنی در بابا در بازار ترش پیسه پیدا که حالا را چی در کدام دیم از این دو یا او در کیر و در بازار یعنی تو بیدنی به اصطلاح ما شما کاسبی کاسبی سر زن مردم ها 24 نور 33 چا خوب سوره نور آیت 33 یا آیت 33 و کسانی که اسباب و امکانات ازدواج رو نمی آوند باید کسانی باشند سی سی و یک سی و سی بله 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 و براستی ما بر شما آیات روشن نخیلی نیست خب ایره باشیم که من بیم آینه که شما بگیرم سی و کسانی که امکانات ازدواج همین آیاتی که و کسانی که اسباب و امکانات ازدواج رو
نمیابند باید پاکدامنی پیشه کنند تا حالا آنها را از فضل خود به نیاز کردند و کسانی که از من 33 را سعی میکنم اما در آیت 32 گفته میشه و کسانی که اسباب با امکانات ازدواج را نمیابند باید پاکدامنی پیشه کنند. این از خاطر از این شما دلنگ باشه، از خاطر از این مهم بیدانم که برتان بگویم که اگر مردم میگه چهار زن در اسلام از خاطر رواست که در وقتا جنگ ها زیاد بود، زن ها بسیار ضعف بود، برای مرد ها ضعف میرسید. سعی کنیم که میگه برای کسایی که نمیتونن زن برای ازدواج پیدا کنن باید پاک دامنی، یعنی اکیاد مرد ها برشان تا زن نبود از خاطر کوکاک های دیگر چهار زن، پنج زن، شش زن میکرده. و براسی ما بر شما آیت روشن را نازل کنیم مثل که از آن کسانی که از شما گذاشتن اندرز برای آنها باشد. در 33 نخواد باشد. از در 33 شما بخواهد که میگیریم بازم کنیز دارد به خاطر ضرورت در پشتا مجبور نکنه که مجبور میکنیم. بله ها بله. گناه از او بخشیده میشه از کنیز از او آدم نه. بله ها این دیدیم که درست است. میگه در اینجا گفتم میشه که کنیزتان به زور امرایش رابطه جنسی نگیرین، در حالی که در آیات دیگه گفته میشه که کنیزتان بدون نکاح با شما روا است. اما در اینجا الاخر گفته میشه که اینی و کنیزایتان به زور رابطه جنسی نگیرین و اگر گرفتین و اون کنیزایی که خودشان میخواین پاکدامن باشن برای به دست آوردن متاع ناچیز زندگانی دنیا به زنا وادار نکنید و کسی که آنها را مجبور کند پس بیگمان الله بعد از اجبار آنها اجبار آنها آموزنده و مهربان است. یعنی منظور است که خداوند بر شما میگه که کنیزایتان را مجبور نساتین که پیسه بدین که با شما زنا کنند و اگر کردین باز خدا میبخشه اونا را. خوینه یعنی در اینجا کدام جزای وضعی که تا اینجا برای کسی که مجبور میسازه وعده بخشش میبره برای او زن، یعنی خیر دیگه اگر بزور پیسه مجبور ساختن که امرای دم خوابگی کنن باز خدا تو را میبخشه. همی آیت بوده. آیت نفهمیدی اونجا گفته به خاطر پول و ثروت اگر او مجبور میسازی که در بازار ببریش آیت نه او تا نیست. ما تا دیگه هم نمیدونم این خوانده نه باشه ما این را خواهیم نه این را ما این را ما ای آیت را باید از مکده با بخواهیم تعلیم کنیم نه ما برای شما این را دوباره برای انگلیسی شا بخواهیم انگلیسی شا بخواهیم اوکی انگلیسی شا میخوانیم یا فارسی شا سعی میکنیم. خب سوره نور آیت 33 و آنه گفته که با پراستی توت گیریم با پراستی اینه باشین و ایره ما از ای از امروز نه ایره ما از سابق میفهم که او رقمی نیست. امی آید او کاسبی که هست او شک نیست که هم آید دیگه شاید باشه. اما باشه نگاه نفرد اینترنت هم که سرچ میکنین یک چی میشه یک دقیقه و آنان که وسیله نکاح نیابند، وسیله نکاح اینه که اگر تو نمیتونی که زن پیدا کنی باید عفت نفس پیشه کند تا خدا آنها را به لطف و فضل خود به نیاز گرداند و از بردگانتان آنانی که تقاضای مکاتبه کنند یعنی خواهند که خود را با مبلغ مشروط یا مطابق خریداری کنند. اینی مانایش است که اگر او را پیسه میتی در بدل سکشوالیتی نیست که ببرشت در بازار تقاضای آنها را اگر خیر و صلاح در ایشان مشاهده کنید بپذیرید. از مال خدا که به شما اعطا فرموده با آنها بدید و کنیز خود را که مایلن به عفت زنهار برای طمع مال دنیا جبر را به زنا وادار مکنید که هر کس آنها را به اکراه به زنا کند خدا در حق آنها که مجبور بودن بسیار آمرزنده و مهربان. همین عین در اونجا در اون قرآنی که من خواندم
این را خوبتر ترجمه کرده بود، قابل فهم بود. اما دیگه میگه که اولی که کسایی که وانانی که وسیله نکاح نیابند، یعنی مردایی که نمیتونن به خود زن بیافند، باید عفت نفس پیشه کنند، یعنی مجبور نسازین که یک کنیزتان با پیسه که با تقاضای شما تن در بته. و اگر کسی اونمی مانایزی اونمیست، اگر میخواین دوباره هم میخوانیم، اما مانایش اونیست که کنیزتان را ببرین در بازار بفروشین. میگه یا نه ای او قسمت پیسهش که از مانایش ایست، من این برا خواندیم، مانایش ایست که اگر یک کنیزتان میخواید که از کنیز بودن شما خلاص شد، در بدل پیسه خود از شما میخره. میگه من چند به تو بتم که دیگر کنیز نباشم، یک آدم آزاد باشم، شما هم کار بکنین، در بدل همون پیسه که میتر ایر آزاد بسازین. مانه از او ایسته، او مانهش نیست که ببرین در بازار بفروشین. اما در کشورهای اسلامی فروختن زن، فروختن غلام تا این دوره عثمانی ها همیشه در بازار بسیار عام بوده. امیال هم اینمی کسایی که در مدلیز در عراق و در جا جنگ کردن، زنای مردم ها را گرفتن فروختن در آکشن ها، امیال هم در فیسبوک ها. اما این قسمت دو سیزم اون مانا را نداره. برام ساعت هست 12:30. من امیم روز یک کم کارم دارم، احتمال دارم وقتر است پیش شما برم. اگر لینایت هم نامد وقتر میتونم که از پیش شما خداحافظی کنم. بفرمایید دوست عزیزم، به خط هستین؟ سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ بفرمایید. شما در این وقتا از کدام طریق زنگ میزنین؟ وقتا تلفنایتان بسیار صاف میامد. حالا من درست نمیفهمم. نه نه، صدای تلفنتان جان؟ حالا میشنوید؟ حالا کم بهتر شده. خیلی دوباره ادامه بدین که کم نزدیکتر و بهتر گپ بزنین، شاید بفهمید. خدا قبول کنه دعای تانا بخیر برین. که چی کنین که برین؟ نه موسیقی خواندین و میخوانین و در عین زمان میخوانین هم خودتان یا نوازنده است؟ نه، فقط موسیقی رو درستش هم میخوانم بخوانم. بسیار خوب.
اما در ذاتی که برگندازی ما یک فرم پایین رامشان اگر موسوم ها موسیقی کردن یک آواز خان که بسیار بلند است پایین شدنش و زمین زدن از او به اندازه زیاد مشکل است یک آواز خان که اگر که نتالت بلند شود امکان نداره که در این اوائل دیگر که نشد بلند دونمو سطح میماند اگر ما شما فرزم اگر ما شما آقای ایار اگر در این باره چیز کنیم که فکر کنیم که آریانا را به زمین بزنیم آریانا را درست آریانا دختر خاله ما میستم به شاسی به شما لنگ کنگی که هست آریانا را از نگاه موسیقی بسیار بلند است از نگاه موسیقی میگین که از نقطه نظر علم موسیقی، از نوازندگی، در رقص، در آواز، در آهنگ‌های زیبا در چی؟ بیننده زیاد دارم خب، یعنی بیننده خوب است یعنی شما منظورتان است که بیننده زیاد داره چون که او رقمه که گفتین یعنی که از نگاه موسیقی گفتین بالا رفته یعنی بیننده زیاد داره خب، یعنی از کلت جوان از کات جوان ها در حساب موسیقی نمبر وان هست اگر شما یک مثال خیمه را بسیم که من هم بفهمم از نگاه جوان هایی که نو برآمد این گفار از عدیب خانم ها یا کده یعنی فعلا نمبر وان هست عدیب باید منکر نشد خب نه در یه ایج ما اصلا گب نمیزنیم چی منکر چی نا غیر منکر یه اصلا یک مسئله جانبی است حالا گپتان پیش ببرین با چونی مسئله جانبی است اگر برازی گفتین که آریانا سعید نمبر وان است نمبر وان از دیده هر کس فرق میکنه تا حالا تو کدام کانتست نشده که نمبر وان و نمبر تو و اینا مثلا خانندار امیال اگر شما ببینین الهه و نموت امی خانمای نو برامده مثلا حسنا رو ببینین امی حسنا این امیال کتاریانا اگر مقایسه شد امی حسنا اینا امی آریانا سعید امیال نیم حسنا نیسته اما ای که کدامش نمبر وان نمبر تو این مهم نیست هر دوش هنرمنده ما خودم هم شخصی ایران خوش دارم او را خوش دارم در ایجه ایش کدام مشکل نداریم ولی اگر شما میگین نمبر وان ما گپ خود تا قبول میکنیم که از دید شما نمبر وان اینال پیش بریم من نمیگم نه خواهیار من نمیگم نمبر وان است من میگم که فیلن فیلن از آوازخانه که هست جاتر میگم در موسیقی شما باشه حالا که گفتین که راجع به موسیقی میفهمن کدام وقت شما دیدین در یک سیمینار که خانم آریانا سعید آمده باشه یک لکچر داده باشه در مورد موسیقی یا کدام وقت دیدین که آمده باشه یک آله موسیقی را مانده باشه نواخته باشه تشریح کرده باشه یا کدام وقت که بیایه آهنگای خود از نقطه نظر علم موسیقی چی کرده باشه، تشریح کرده باشه، ایتو دیدین یا منظورتا نیست که چون نه، نه، او رقمی خویانه خیلی 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 بقید من میگم از آوازخانه نو کده نیفامن از آوازخانه نو کده چی را میفامن؟ چی را میفامن؟ در موسیقی میفامن، در موسیقی میفامن این نمیده که خودت میگی که در موسیقی میفامن من راستی در موسیقی نمیفامم امیره مگر میخوایم بفهمم که در موسیقی چی را میفهمه راجع به علم موسیقی، تاریخ موسیقی مثلا نوشته کردن سانگ ها یا بیت ها در موسیقی راگ ها را میفهمه چی را میفهمه منظورتان اگه ایست که خواندن میکنه خوب خواندن میکنه او خواهی هر کسی اگه علاقه مندی داره او را مکت خودت قبول میکنم مگر گفتی که میفهمه اینه میره من نفهمیدم چی را میفهمه من نمیگم که پروفشنال نگم از آوازخانه نو کده یعنی یعنی میگم که یک چشمه در شهر کورا نه مقصد ما که وادی که میخوانن لایق خوب گرفتن میتونن همینطور کش میکنن لایق اما بعد آوازخانه رو که من میبینم بسیل لایق بشش میره خب در جای دیگه میره خودش به جای دیگه میره اما چه آدم نمیمونم لای محکم گرفته میخوانم دلم لای که میزنه نواده جای اون لای پیش خطا نمیخوانم بسیار خوب یعنی لای و دستار آریانا جان نمبر وان اینال پیش بریم
کنیم، من نمیگم نمبر بگم از نگاهی که اما که شما پانسور کانتر داشت که همیشه که مردم میرن ست دولار سولدات میکنن، یعنی که مردم هم دیگه اوقدر لوده نیست که پیسی خود بتن پیسی خود بتن نمکنن که ایچ میخورم مردم ما مبرد بگیم که چرا باشین مبردان بگیم که چرا در کنسرت مردم میرن در امریکا، در اروپا هموطنهای ما زیاد کار میکنن، زندگیشان خسته کنه برای یک چیزی که برن که یک افغان دیگه بشینن قصه کنن، در این زمان یک موسیقی بشنون، یک خانم رو ببینن، یک آخار یک دیگهشان رو ببینن، از این خاطر میره. از این خاطر است که حالا مثلا شما در چی اگر سعی کنین امریکایا یا ایندیا در کنسرت که میره امون نفر در یک رشته از خواندن ها مثلا راک میخوانه یا راکن رول میخوانه یا چی کانتری میخوانه که امور خوش داره اون امور میره. در خواننده های افغان که میاید یکی میره که شاکو کجا نبخوان، یکی میگه هم یک خواننده که سرانگام نمیکنین، هم یک خواننده که پشتو خو کنین، یک ازارگی خو بخوانین، یک خواننده که خانم موش هم کنین، مانا چیست که تو ذوق موسیقی خاص نداری ناقی. اینا رو در اینجا اما گفت در سر از این نیست. شما که آمدین یک گفت دیگه زدین گفتین اگر کس فکر کنه که آریانا سعید در زمین میزنه نمیتونه چونی بالا رفته. امیال مشکل که تا آریانا سعید هیچ کس نداره دیگه که در موسیقی بالا رفته. ما خوش داریم که آریانا سعید جان به مهمترین شخصیت موسیقی دنیا تبدیل شد. متاسفانه در شهر کورای ما انوزه جورهای دو چشمه پیدا نشدن که بیاین که ما بویم افتخار میکنیم به این اتو نیست. شما برین امی ایندیا در امی برنامه ستارهشان سعی کنین یک دختره که 8 ساله میه یک هرمونیه پیش روی خود میمانه یک راگ مینوازه که چشمای تا زدقه وقتی که میخوانه وجه میبینی خودت مهو میشی. یعنی از اون نگاه ما یاره هیچ حتی مقایسه نمیتنیم ولی خیره او چیزایش کلش هم که قبول میکنه. ما اگر که زدین کیاره که زدن نمیتونه. ما برای شما میگم که هیچ کس در فکر زدن آریانا سعید نیست. ما چرا مثلا رمشه رو فکر کنم که نزنیم اما آریانا سعید و شوهر عزیزشان محکوم هستن به دسایسی که در مقابل خواننده های دیگه کردن، عکس های از یارا پخش کردن، ویدیوها پخش کردن و امیالی هم توتعه کردن میرن. اینی یک مشکل است که با اونا داره. شما نظیر خارا رو میبینین که آریانا سعید یک پرخاش داره در طلو دیگر روز عکسایش میبره. او خانم کویسانی میگه چرا چادر نپوشیدی، دیگر روز عکسای از اون لش پخش میشه. خانم شوشار یک اب میزنه یک ویدیوی سکس میبره. خانم فرناز فرزانناز و غیره غیره. اینی مشکل است که ما باید داریم. در این قسمت کدام نظره؟ من تا من دیدم که اون مسئله که خانم فرزانناز یا خانم فضال نایت که یک پرابلم شخصی که دارن امره آره ناظری او بیکر او بکلی از آینه او را میمانیم او را میمانیم در این قسمت امره ازو در موسیقی ایشون کن نداره به یک سال که او دو نفر خود برابر کنند آریانا سعید خب او را چون که از او دو نفر کده به حساب موسیقی آریانا سعید از واقع از دو نفر کده بسیار میخوان بسیار خوب. چون که شما گفتین که در ترکیه درس موسیقی میخوانین و متخصص در ایران رابطه میخواین شوین، ما چون که هیچ معلومات ندارم من یک شما را رد نمیکنم دیوانه معلوم میشم. اما در این قسمت که ما گفتم بازدبو گفتین او رقابت بین از واس اینی رقابت بین ازوان ازدهی ما تحقیق کردیم. ما خودم کمیونیکیشن یا ایمیل های آقای عصیب دارم کمی دخترهای دیگر را بد اخلاق نگر و این را من خودم شخصا از 3 سال پیش دارم. اما در قسمت از این دیگر گفتان ما احترام میکنم حتی شما در قسمت میفهمن. تشکر آقای آیت. تشکر. بفرمایید دوست عزیز روی خط هستین. جناب ایار با استفاده و اقتباس از گفته لطیفی از آراد درود به شما. سلام به شما، درود به شما. بفرمایید. من مقوله گرکای اخی بسیار خوش من اون دیگه شما جالب هست که گفت که این دست بر آسمان داره این دست بر آسمان داره که این وقتی که
یک در آقا شما نکیری کمکی رای کرمانا را میگیره این تشکیل هم بزنه میکنن فرار میکنن و هم تو باور کردن خیالشان که کل اگه ما مرقمی باور میکنیم بله آله مشکل آقای عیاد شما یک قضاوت کریم که هر کده در یک دین داخل شایی بخوادی بدین میشید نظر شما چی دیگه مرتفت ما منظور ما چیه؟ ما منظور شما را میفهم شما او روز دیگه واضح گفتیم که ما که خواندیم از دین برآمدیم یا ایست که فهمیدیم که بلا تشبیه دین غلطه هر کس از با خواندن قرآن میتونه تمام ادیان نه یه دین نیست و ما نگفتن همونه که یک باریکی داره که اکثرا کسایی که هم صحبت میشه میگه خدا باشی میخواهید و میگه خدا خیلی برید ولی ما به خدای قدرتمندی که توانایی که کائنات پیدا کرده ولی اگر ما در رابطه با اون تشبیه بریم مشخصات رو بیره بگوییم ولی ما قادر نیستیم چون کمال خدا در یه ما نمیداریم اما بهترین دین انسان خوب باش هم نه و بهترام که بکتر دارن نرسون همین دین من سیره همین دین بهترین دین هست یکی ادیان کنش کشتار جدایی انسان ها جدایی تمام مخلوقات همین دین هست همه جدایی و کشتن خشومه در دین هست از این خود به دین ولی به این مفهوم نیست در یک فرینات کسی پیدا که ما نمیفهمیم ولی بدبختی اینجا هست بله دیگه شما اگر در این رابطه کنید چرا افتاد از این آدم ها خود یکی دوستایی که میگی بخوان میگنی منم خوانم ولی میره قبول دارم آدم تحتم شما یک بای جایلو چی کسیم همون بیکت و بیکر و ریجا بیکر تمام سداشتا باشن بیتر هست ایسی ادنا بیخوانم نیترسا مردم اگر میخوای که یک چیز را بفهمه چی چی دین دار باشه چی برالای دین باید بخونه بله. یک مشکلی که در افغانستان بود مردم کمونیسم میشد کمونیسم نمیفهمید چیست مردم خونی میشد سید قطب نمیفهمید که چی نوشته کرده چرا نوشته کرده و قرآن نمیفهمید از ده ها نفر میکشت مگرم نمیفهمید چی به نام خدا کشتیم اینمی یک مشکل مملکت ما بوده که کس دین و بدینی خدایید نمیفهمید ولی خوبه که آهسته آهسته مردم بخونن و دمی چند سال که ما برنامه ام آمد واقعا مردم آیست آیست رفتن خواندن یک کنجکاوی به وجود آمد مردم رفت و بیره خان اگر زد دین شد یا بدین شد او مشکل من نیست او مربوط خداوند است و یکی در قرآن چی آورده که خود خداوند میگه من هدایت میکنم با من کدام مشکل نیست ولی خوب است که بخوانیم دیگه من خوشحال است ولی در وقتش چون نمی خوانن همی روشنگری بعد برنامه ها به شمول خود شما اما تاسف نیست که اما از خود تاسف نیست که مدبی که بگوی بخون می فهمه که چی هست نگیریم و میره قبول داریم یا تاسف هست ولی دو کنه که یک روز شهر که این مردم آگاهانه یک اکیدی خود بپرستن کردیم جنجال ها خلاف شد بله خب اگر همه قدر دوستای ما که مذهبیست بفهمن یک چیزه که بیادر این مذهبی نیست ما مذهبیستم ما به اون منعیس اگه انسان احترام میکنم کس را علیش ترکیه میکنم گپ بد نمیزنم مشکل ما حل میشه ما میره یاد میگیریم آیسته آیسته که طرف دیگه که هسته که این طرف دیگه را مذهبیست این را توهین تحقیر نکنه اگه اینم خدره کل ما قبول کنیم که منعیس اگه انسان یکی دیگه را احترام کنیم با نظرات یکی دیگه هم اقیدام اگه نیستیم سویسته ولی بعدی در افغانستان که هر کس هم آمه خواهیم در بلونش کار در تیر کنیم علاو اکبر و اینی دین کار در دین کار تبدیل کرده بله ما با دین کار نداریم بدبختی دین با ما کار داره اگر نه که هرکی در روی خود باشه گفته شما مزایم کرده اگر شاید در اکی اترامی به جایی هرکی هر اکیده که داره ولی اینا با داخل میشن با ماتل روز آخرت هم نمیمانه اینا فرداوت میکنن سر زندگی و سرنوشت یا ما را نمیمانن منظور شما بخیر باشید دوست از زنده جلو مفتر باشید آقا مفتر باشید زنده باشید بله بفرمایم منظور شما بفرمایم دوست از زنده بله بفرمایم بخیرم که لائن پس پیش اوکی آل لائن باز است
بفرمایید دو سه زیم روی خط هستین. سلام و احترامات به شما دو خدا خدمت شفی جان ایار ترسیم شکن تقدیم میکنم. غلام هستم از آلمان شما رو زمت میکنم. دو سه زیم خوشحال هستم صدایتان هم بشنم بفرمایید. خب دوست از جد صحبت کردن یا بسخص ما میگه نظر دارم در رابطه با این مسئله موسیقی هنر یا بله به نظر شخص خودم این خواننده امروز یکیش خواننده نیست بخاطر از اینکه اینا ترس موسیقی را نخواندن. بله اگر خواندن در کجا خواندن، چند سال خواندن، چطوری خواندن، چی خواندن. آها. و به نظر شخص خودم امروز در از خانمات صحبت میکنم تصاید شاگردی توی کرد را موسیقی را خواندن خود راست زیاد نمیفهمیدن اما از این بیاز کرد زیاد میفهمیدن این خانم جیلا بوده تو خانم مخبش بود دادا سنشاگی که بوده تو و سلما جهانی اینا کلش خواندن های بوده و تکراری و مردم ها را میکنن. بله اگر اینا نه موسیقی دان هستن و نه در موسیقی میفهمن و اصلا در کجا یاد گرفتن، چه قسم یاد گرفتن. استاد سرهنگ بزرگ پرسان کردم که استاد خود کاری چی یاد میگیم و وقتا اگر سرو جمعه فهم اجاریسا میگم این فقط اینه نیست مطلع اینا یاد نیرن دارن که امون با لباس های بسیار مقبول من مخدق لباس های شخصی میتر و میگه نه اولا خوبش میخوانی یا چی زرغایر از دو کنم چیز دیگه نیست یعنی نیشه شد اصلا سوال اساسی مجیز که بله یعنی موسمال که بزام بیفره این کنسم شکن سد این در حجی انسان با تقسیم میشه هم با خون و هم با آب و هم با گاز هم با مواد فایزله. اما وقت ما یک ویدیو رو دیدم که یک پاکستانی در مسجد یعنی بارش فراخ کرد پوری پرسید اول خود مسلمان است که رفته بود بخاطر نماز بخونه و بزگار از دو خود نیست یک مجره است که اون گاز خارج میشه چشم خارج نمیشه از گاز خارج نمیشه از چشم خارج نمیشه خود بعد تاکی بازو عمر قتل از دوره صادر کردن و بزگار از دو گفتن که اینا رو بگو که چنیاری کنیم یعنی چیز اکتارت کنیم یا ایش که فرزا بکنیم. دیگه سوال ما در این رابطه بود شما اگر در این رابطه یک نظر بندازیم بسیار خوشحال میشم و بسیار دیر از کواستان از لایف فرکانی که دوباره بیش مترفه مستحب بود شما در آلمان تشبه بوده بودم با تحصیل که ما در آلمان نبودم وگر نه به هر قیمت میشم خدمت هم خودم میرسم روز روزگار خوش باشه و خانایتان با خداوند کریم رحیم از شما میخوایم که در این رابطه یک نظر بندازیم. شکر. اصلا در قسمت از این که یک انسان اگر بادش خارج میشه و هم در وقت نماز ایشی بکنه در قرآن کدام چیز نامده که ای مسلمانان را اینه در وقتی که در نماز هستین اگر چی میشه باد شما خارج میشه و دتر کنین و تکنین نیسته. ای زیادتر چیزای محلی و منطقوی و سنن مردم بوده، مردم تفکر میکرده که اگر بادت خارج میشه دیگه تو پیش خداوند بسیار بی‌احترامی کردی، تو باید بری دوباره وضو بگیری. در وضو اصلا استنجا نیست نظر به قرآن. در قرآن تنها یک آیت در رابطه با وضو است که آیه 6 سوره مائده است و در اویش دان ششتن بینی ششتن استنجا در اویش وجود نداره. بنان در اینجا چی نیست که کس فکر کنه که خداوند اینجا گفته که اگر نمازت این رقمی شد باید تو کنی نیسته اینه میاد گپای مردم ها ولی یه حال به اندازه عادت شده که مردم باید امو کار کنه. بفرمایید دوست از امروی خط است. سلام علیکم. سلام دوست از امروی خوب هستید بفرمایید. شفیع ایر خودت هستید؟ شفیع ایر ما خودم هستم خودت؟ ما اونه کمه بلندتر صحبت کنین بفهم. نفهمیدم دوست ما چی گفته.
خب پایین خیلی هم مونده اگر که این میل لاین آمد میگیره میشه اگر نه دیگه ما و شما خداحافظی میکنیم دوست ما نشته میکنم اگر در عربستان آب کی است از امون خاطر تیمم گفته شده در جایی که آب نیست در افغانستان همه کسایی که در کابل وضو میکنه اصلا باید وضو نکنن آب کابل برای خوردن هم نیست برای وضو کردن هم نیست برای ازی که در بینی تام بمانی نیست کل باید تیمم کنن بفرمایید دوست ازم روی خط هستین سلام علیکم آقای سلام دوست ازم خوب هستین بفرمایید بفرمایید علی مشتاین آقای مشتاین دوست ازم بفرمایید سلام به خدمت شما و شنوانده عزیز شما من میخواستم در رابطه دامی بسیار ببخشید لاین پیشرم قطع شدیم خیبه عکس آخری تلفن آقای جمالزاده را میگیرم از فیسبوک جمالزاده عزیز سلام علیکم جمالزاده صاحب عزیز جمالزاده صاحب خب نشد دوستای زم بسیار تشکر میکنم از شما که سه دقیقه دیگه باشین این لاین از لندن میگیریم شاید آریانا سعید باشه بفرمایید دوستای زم سلام دوست عزیز بسیار خوشحال شدم بفرمایید اول سوال داشتم سوال این بود که شما اول به خدا ایمان دارین یا به پیغمبر به خدا؟ ما به پیغمبر هیچ ایمان ندارم تمام دو چیزش ایمان دارم قرآن است به چی؟ نه من اینم میگم که نه اول به کدام شما ایمان دارین وضاحت داره به خدا نه؟ بله پس خدا را کجا شناختید؟ از پیغمبر خدا را اگه پیغمبر را قبول نمیکردی خدا را نمیشناختی خدا را ما برات بگویم خودت از من هنوز پرسان نکردی که خدا را از کجا شناختی یا وقت ندادی که جوابتم ما خداوند از روی طبیعت میشناسم ما سوال ما است که اگر کسی که اول پیغمبر را قبول نکنه خدا را شناخته نمیدونه اول خدا را از طریق پیغمبر قبول میکنیم ما خو میگیم که با نبوت پیغمبر ایمان داریم با پیغام را که آورده ایمان داریم باقی با دیگر چیزا ایمان نداریم اما خدا را چطور شناختیم یک دقیقه ما میگیم شما را وقت میتم امی ما چطور خداوند شناختم ما یک شعر در سابقه گذشته یک شعر آزاد باره داشتم میگم مرا تکفیر میکنن که چرا خداوند را از غار کوه حرا نمیشناسم من خداوند را از اولین گاه تولدم میشناسم در اولین گاه تولدم منازی بود که در کلیم آل نمه میگم ما وقتی که تولد شدم در اون لحظه اول تولدم خداوند مرا یک چیز هدایت میکرد که در بازوهای مادرم برای شیر خوردن برم و در اونجا یک محبت برای ما بود میفهمین اون وقت دست ما که گرفته بود خداوند ما خداوند را در اولین گاه تولدم لمس کردم ما خداوند از جنه شناختیم خداوند از تولدم میشناسم مگر ای که خداوند از روی پیغمبر بشناسم نه پیغمبر از روی پیغام خداوند که قرآن است میشناسم بفرمایید خب درست هستم من سوال میست که اگر کسی که خدا را طریق پیغمبر شناخته اگر این پیغمبر دروغ گفته باشه کی ثابت کرده میتونه هیچ کس دین هیچ کس که خدا برای پیغمبر وحی فرستاد و جبرئیل هم کسی ندید و فرض مثال من یک چیز برتون میگم شما اگر بخواید که پیش یک دو هزار نفر برای نکامله بتین شما حتما یک هفته پیشش تر یک بند چیزهایی تحقیق میکنین مطالعه میکنین و از برای که پیشم دو نفر شما جواب دو هزار نفر بود داده بودن از پیشتون سوال میگنه و باید این معلومات رو کامل پیدا کنن پس من این هم که پیغمبر هم شاید دیدن تک کار کرده باشه که یعنی خودش اگر... کار کرده باشه بله من داده باید من میگم جاتر من اخیری رو ایست که همون که شما این روز از دواری کلمه گفته نه لا اله نه بعد هم یه لا الهش قبول کرده
بله. خاطر اینه که خدا وجود داره، اگر خدا وجود داشته باشه این فکر وقتی که ما میبینم امی خداوند قرآن شریف را این کرده امی در قرآن شریف یا در کتاب های آسمانی که میگن کلش قصه است و بعد از این نمیدونست خداوند امی قصه را در هر کتابش جدا جدا را این میکرد از هر طرف دیگه یعنی که 24 پیغمبر است و از در 19 پیغمبر یاد شده و امیر نمیتونست در جای این قصه از آینده گم میزد از این تکنولوژی گم میزد چیزایی میفت واضح برای مردم روان میکرد که تکنولوژی میاد سیاره میشه انترنت میاد موبایل میاد از این چیزا گفته میشه که امروز هم کل مردم اگر میفهمید و مستقیم باورش میکرد و چیزایی هم مدر کلش قصه است من این چیزا نمیتونم که گفتی من به یک قصه در تورات آمده او به یک شکلی کمک تغییرات در قرآن هم آمده او اورم من نمیفهمم دین که از ایمانه ایمان کوره تفاوتش با علم همیست که قبول میکنی اگر قبول نکدی ثبوت دهی شده نمیتونه دین دو جمع دوی مسایی به چار نیست از همین خاطر این ملاها که خدا عالم میگن من میگم تو ناقی خدا عالم میگی دین علم نیست دین در اثر تحقیقات پژوهش به وجود نامده به حساب پژوهش بالا نمیره قبول کنیم که خداوند دینی پیغمبر را رایی کرد، دینی کتاب را رایی کرد، قبول نداری کافر هستی. قبول کردی درست است. اینا لازی خاطر ما فکر میکنم که در این قسمت ما نمیتونیم تصمیم بگیریم ولی نظر شما میتونه که برادر پیشتر ما که گفت که من قرآن خواندم گفت که من در دیگر را بود ما هم از اون ارزمان هستیم که قرآن خواندیم ما را در دیگر را بود به خاطر که قرآن هر جایش که میخوانی یک سوال برای پیدا میشه و سوال هم جوابش پیدا نمیشه نه یک جگرهای دیگر میبره به خاطر که در قرآن گفته که خداوند از همه چیز با خبر است هم میشنم و هم میبینم وقتی که چل سال است وطن ما خون روان است خون جاری است یه روز نشنید این روز در مسجد افغان ها مرفتم در وقتی که افطار میکردم تو لگی آدم این دست بالا کل مردم خدا این ما را قبول کن خدا اون چیز ما را قبول کن خدا ما را ببخش خدا وطن ما را کن یعنی فکر 30 میلیون نفوس افغانستان دست بالا میکنه خدا نمیشنود بازو یک دعا ندارن نه چند یک قارزوها دارن که تو بند ما ایران رو باورد دوستان میگن که آزموندن آزموندن خطا زیاد یک پیدا که دعا کسی که قبول نگه دوام که دیگر تفشه دیگر را جلو کرد جا خب بر آن دوست یکی تا برنامه آینده کنیم شما باید یک چیز دیگر هم میگفتم که همیجا یک دوست ما برای من همی گلبدین اکمتیار از مصاحبه شنده بود میگفت من نمیخوام که یه آدم خوب آدم بودم مذبی یه آدمی تحصیل کردم فهمیدم از میگه آدمی خوب بوده من توانی در غلط فکر میکردم ولی این مصاحبهش دیدم یه جبایی میره دیدم بسیار آدمی درست برم من خنده کردم تو که آدمی تحصیل کردم فهمیدم رسیدم همیان بوده از شیطان اندر جبایی خوب میزنن تو میگه که من افر را کشتیم من حتم کردیم یا ایش را خراب کردیم میگه که میگه کارهای خوب کردیم شیطان در واقع گفتی خوب این مردم به این حالتی هستن که یک نفر یک پیزد اونو برای قبول بکنن این بگراند دیگه نمیده که این آدم چی کاری کرده در وطن ما چی خونیزی های کرده بله ما بسیار خوش شدم دوست عزیزم و آقای انجینر فواد واحدی که شما زن میگین و زن میگین ما میتونم بگویم ایم زن بابی اما ناموز داشتن یک چیز خوبه دوست عزیزم اگر چیزهایی دارین که اسلامی هستن میتونین که بگوین ما گوش میکنیم ولی برحال تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ میسپارم که دوباره در خدمتتان میباشم خداحافظ.